روز 13 ژانویه 2019 دفتر تازه ای رو باز میکنیم، بحث جدیدی رو میگشاییم تحت عنوان دین و قدرت، مناسبات بین این دو و تاریخ این مناسبات و اگر بتوانیم آینده آنها. در همین ابتدای بحث باید خدمت عزیزان عرض کنم که بحث ما به هیچ روی ناظر به مسائل روزمره نیست، یعنی به حوادث سیاسی داخل کشور، خارج کشور کاری نداریم، اونها رو دوستان همگان میدانند و بنده چیزی هم بدانم بیشتر از دوستان عزیز نیست، اخبار در اختیار همه هست و روزگاری است که چیزی پنهان نمیماند و میتوان کسب خبر کرد. بعضی ها سرشون درد میکنه برای اون چیزا، بعضی ها نه، علی‌ای‌حال ما در اینجا وقت خودمون رو مصروف تحلیل ها و بحث سیاسی روز نمی کنیم. بحث ما عمدتا تئوری که مناسبت های میان دین و قدرت رو میکاویم. ایران خودمون رو همه میشناسیم، یک کشوری است با حکومت استبدادی، استبداد دینی و ناشایستگان و ناصالحان بر سر کار، اصناف فسادها و تباهیها در جامعه جاری و مردم هم غمدیده و غمزده و ناراضی و به نام دین بسی امور ناروا و ناسواب در جریان. این کلان و کلی ماجراست، جزئیاتش رو هم افرادی که علاقه بیشتر دارن میتوانند بجویند و بیابند. با همه این احوال آرزو داریم که این قدرت در ایران صالح‌تر شود، صلاح بیشتری پیدا کند و مردم ما روزگار بهتری رو انشاءالله سپری کنند. این بار فوق العاده گران و سنگینی که بر دوش دین نهادند و تکلیفی که از مردم میطلبند و حقوقی که از مردم دایر میکنند، اینها انشاءالله اصلاح بشود و فرزندان ما، فرزندان فرزندان ما انشاءالله روزگار بهتری رو تجربه کنند. اما بحث ما در باب این که مقوله‌ای به نام دین که از اهم مقولات انسانی و تاریخی است چه نسبتی با قدرت سیاسی دارد. من می توانستم بگویم و شاید واضح تر بود اگر در عنوان بحث می آوردیم قدرت دین و قدرت حکومت یا قدرت سیاست، و اساسا چنین هم هست به خاطر اینکه دین قدرتی است، از قدرت های بزرگ اجتماعی است و قدرت ها با یکدیگر سخن می گویند، یعنی قدرت حکومت، قدرت سیاست نمی تواند قدرتی به نام دین رو نادیده بگیرد و لذا اینها اهم از اینکه تخالف و تنازع داشته باشند، رقابت داشته باشند یا توافق و هماهنگی داشته باشند، در هر صورت یکدیگر را نمیتوانند نادیده بگیرند و از صحنه حذف کنند و به همین سبب شناختن اینها فریضه است. علاوه برای خود دینداران هم این یک امر مهم نیست، یعنی فقط قصه نیست که ما ببینیم کسانی که این سوی قدرت هم یا اون سوی قدرت با هم چگونه معامله میکنن. از نظر شناخت خود دین و قرار گرفتن در موضع راستین خیشتن و اینکه اساسا ایمان آدمیان و دینشون در این زمینه چه میکند و چه میگوید یکی از ارکان شناخت دین است. ما تا کنون در بحث هامون معرفت شناسانه وارد می شدیم، یعنی به لحاظ تئوریک می کاویدیم که تعلیمات دینی چیست، آموزش ها کدام است و یا حداکثر به تاریخ دین احیانا توجهی می کردیم از حیث اینکه رفتار پیشوایان دینی چگونه بوده است. اما دین به منزله یک نهاد اجتماعی که مسجد داره، کلیسا داره، روحانیت داره
کتاب داره، پیروان داره، مریدان داره. این هم یک مقوله شناختنی است، چیزی نیست که اون رو فرو بگذاریم و از اون خبر نگیریم. برای اینکه این نهاد وقتی که در جامعه جاری شده است، نقش ها بازی کرده است و نقش ها آفریده است که نمیتوان اون رو به پای دین ننوشت. هم نقش های منفی، هم نقش های مثبت، و گاهی حکومت آفریده است و صدر سیاست نشسته است. به قول یکی از نویسندگان، الهیات شکنجه داشته است، در زندان ها آدمیان رو شکنجه کرده، جنگ ها برپا کرده است. از طرفی هم خب گاهی بساط حکومت عادلانه رو گسترده و کسانی رو بر سر سفره آسایش معیشت نشانده و خدمت های کران و گرانی کرده. اگر توانسته سعادت دنیوی مردم رو در کنار سعادت اخرویشون تأمین کرده. علاوه بر ادعاهایی که دین داره، عمل کرده او رو هم باید دید و این عمل کرده است که اهمیت پیدا میکنه و مورد بحث ماست. گفتم قدرت دین. ما شاید قدرت حکومت و سیاست رو بهتر بشناسیم و به چشم دیدیم که چه میکند و چه میکرده است، اما از قدرت دین یا چرایی قدرت دین شاید کمتر خبر داشته باشیم. به همین سبب در همین آغاز مسئله بهتر است که ما این رو بدانیم. به خصوص ما در دوران زندگی میکنیم که همه از ضعف دین سخن میگویند. تز سکولاریزاسیون که در قرن 19 قوت زیادی داشت، اکنون به قوت پیشی نیست، میگفت که دین رفته رفته ضعیف میشود به منزله یک نهاد اجتماعی تا جایی که بانگی از او بر نخیزد، بدل به یک موجود نحیف بیمار در گوشه مساجد و بدون نقش آفرینی چندان، به جای او عوامل دیگر خواهند نشست و ذکری از اون نخواهند کرد. قبلا هم برای شما گفته بودم که تئوری سکولاریزم که به دین راه میدهد و جا میدهد، یعنی اجازه میدهد که دینداران در یک جامعه لیبرال و سکولار زندگی کنند، نهادهای مذهبی خودشون رو داشته باشند، کتاب بنویسند، بحث کنند، مدرسه دایر کنند، این از سخاوتمندی اونها نبود، بلکه از تشخیص اونها بود که دین رو به ضعف می‌رود و لذا یک موجود مبتنی ضعیف رو چرا باید با او درگیر بشویم؟ خود به خود در حال مردن است. حالا برای دلخوشی اگر مدرسه ایست، اگر مسجدی است، بگذار داشته باشند. در قرن 20 و اواخر قرن 20 چیزی به نام سکولاریزم ستیزگر جلوه کرد و پدید آمد. این سکولاریزم ستیزگر شاهد دوباره قدرت یافتن دین و رجعت دین به جامعه بود. این دوباره قدرت یافتن دین لزوماً به صورت مثبت هم نبود، ولی به هر حال قدرتی بود که در بازی قدرت‌های دیگر وارد شد و پا نهاد و از اینجا به بعد سکولاریسم ستیزگر شد. یعنی اون سخاوت و سماحتی که قبلا نشان می‌داد و رخصت می‌داد به اینکه ادیان مختلف در کنار هم باشند، به آزادی عمل کنند، به آزادی سخن بگویند، به آزادی نهاد سازی کنند، این رخصت رو و فرصت رو از اونها گرفت و نهایت دشواری و تضییق رو برای اونها فراهم آورد و نامهای مختلف هم در این کار گذاشت. اما صرف نظر از نامها و برچسبها و عنوانها، ریشه و گوهر مطلب این بود که کسانی که میپنداشتند با دین بی قدرت میتوانند به مسامحه رفتار کنند، اکنون با دین با قدرت اون مسامحه رو نشان نمیدادند و لازم بود که اون رو دوباره به حساب بیارن و جای تعریف تازه‌ای برای او به دست بدهند، جای معینی در بازی قدرت به او بدهند. قبلا هم برای شما گفته بودم که این سکولاریزم رو هیچ کس با فتوا یا با اراده خود به وجود نیاورد، یعنی جدا کردن دین از سیاست رو، دین از حکومت رو.
اونچه که رخ داد ضعف طبیعی یک طرف بود، مثل میوه‌ای که از درخت میفته. از درخت قدرت دین افتاد، یعنی قدرت رقابت نداشت با قدرت‌های تازه به دنیا رسیده مثل علم و مثل حکومت‌هایی که مبتنی بر علم بودند و رفته رفته خود رو با تکنولوژی دوران رفق می‌دادند و قدرتشون رو بر او بنا می‌کردند. یکی از دو طرف بازی خود به خود از بازی خارج شد. کسی خارجش نکرد، اخراج نکرد و نگفت که شما صالح برای بازی کردن نیستی، شما رو ما نمیپسندیم، یا در کتاب ها بنویسن که اونها باید برون. اینطوری نیست. این ورود و خروج از بازی به فرمان و فتوای کسی نیست. خود واقعیات معین میکنن که چه چیزی در صحنه بماند، چه چیزی در صحنه نماند. ورود علم، علم تجربی به صحنه و به چالش کشیدن کتاب مقدس و دیانت مسیحیت و انلایتنمنت، دوران روشنگری، ورود فیلسوفان در این صحنه و رفته رفته اندیشه دولت ملت که اندیشه امت رو حذف کرد، چون امت، امت مسیحی، امت اسلام، اینها اصلا تعریف دینی داشتن. با به میان آمدن مرزها و دولت ملت‌ها، نیشن استیت‌ها، تمام اونچه که ارکان قدرت دین رو تشکیل می‌داد یکی پس از دیگری از میان رفت و به همین سبب خود به خود دین جدا شد از حکومت، یعنی جدا شد از بازی قدرت. چیزی نبود که هماوردی کند با رقیبان. اما در جهان جدید، در قرن 21 که ما زندگی میکنیم، از ظاهر این بازی عوض شده است و به شکل‌های مختلف. بارزترین شکلش البته انقلاب اسلامی ایران و بازگشت اسلام به عرصه حکومت و الگو گرفتن دیگران از این شیوه حکومتی و این انقلابی که در کشور ما رخ داد. البته فرو افتادن شوروی به منزله یک رقیب دینی هم مهم بود و بسی چیزهای دیگر. خب همین پدید آمدن داعش، پدید آمدن طالبان در کشورهای مسیحی، همینطور کسانی که یعنی گروه‌های دینی که به عرصه رسیدن و اظهار وجود کردن، خود نهضتی که در لهستان رخ داد که حقیقتاً نهضت کلیسایی بود علیه حکومت شوروی و بسی چیزهای دیگر، به تدریج توجه جهانیان رو جلب کرد که اون قدرت خفته دوباره در حال بیدار شده است. خب اینا مشاهداتی است که ما داریم. من میخوام در اینجا ابتداءً و در مقدمه سر قدرت دین رو بیان کنم که دین اگر قدرتی داره از کجاست و چگونه است. خب دینداران که توپ ندارن، تفنگ ندارن، ارتش و نظامی ندارن. قدرتی که در دین هست، اگر هست، یا در مواردی که بوده، اگر بوده، از کجا می اومده؟ چون این در بحث‌های بعدی ما بسیار مدخلیت داره. همینجا باز من عرض کنم خدمت شما، میدونید تقسیم میکنن دین رو به دین فردی که در حقیقت همون ایمان فردی و پرکتیس و عمل فردی است، و دین ارگانایزد، دین سامانمند، سازمان یافته، ارگانایزد ریلیجن. من اینجا در باب ارگانایزد ریلیجن سخن میگم، یعنی دینی که نهاد شده است، سازمان پیدا کرده است، دستگاه مند شده است، همون که در اصطلاح هگل پوزیتیو ریلیجن رو میگفت، پوزیتیویتی آف کریستیانیتی نامش رو میگذاشت. تا وقتی این دین، یعنی مثلا مسیحیت، ایمانی بود در قلوب مؤمنان، در قلوب مسیحیان، تا حدود 3-4 قرن قبل از اینکه روم به دست مسیحیان بیفته و امپراتوری روم مسیحی بشه، کنستانتین، و مسیحیت خودش رو در روم گسترش بده و رفته رفته صاحب قدرت سیاسی بشه، کلیساها از اینجا و اونجا بروند و دینداران در کنار یکدیگر مجتمع بشن، سرود واحد داشته باشن، نشان واحد داشته باشن
و بتوانند احیانا در مقابل دولت و قدرت عرض اندام بکنند. اینو میگن ارگانایز ریلیجن. در خود اسلام ارگانایز ریلیجن نسبتا زود آغاز شد، هم ارتودکسی زود آغاز شد هم ارگانیزیشن زود آغاز شد. خب ادیان همه دوران پری ارتودکسی دارن و یک دوران ارتودکسی. دوران پری ارتودکسی دورانی است که همه چیز دین سیال است، هنوز شکل نهایی نگرفته. اگر میخواید میتونید تشبیه کنید به یه آتش فشانی که مواد مذاب از دهانه او بیرون میریزن، مذابن، بیشکلن، مدتی طول میکشه تا این مواد مذاب از قله کوه پایین بیان به دامنه کوه برسن، رفته رفته سرد بشن و به اصطلاح شکلی پیدا کنن، جامد بشن. دوران پری ارتودکسی دوران جنگ ها، نزاع ها، اختلافات و بگو مگو هاست. دانشمندان با خودشون با ارباب قدرت دائما در بگو مگو و دیالوگ و رقابت و جنگ و خصومت هست، تا به سببی از اسباب خرد خرده این جوهای مختلف که در جامعه جاری است به صورت فرقه های مختلف و مکتب های مختلف، اینها تقارب پیدا میکنند و به هم میپیوندند و تقریبا بدل به یه نهری میشوند، یه رسمیتی پیدا میکنه. اینجا دوران ارتودکسی شروع میشه، یعنی دیگه بعد از آن یک جریان مین استریم میشه و اون جریان اصلی محسوب میشود. بقیه جریان ها اگر مونده باشه انحرافی، بدعت، فرقه مغلوب و امثال اینها شمرده میشود و این در همه ادیان بوده. در مسیحیت این ارتودکسی تقریبا 4 قرن پس از مسیح شکل نهایی گرفت، چنان که میدانید و انشاءالله در بحث های انجیل و قرآن هم خواهم آورد. انجیل ها پس از حضرت مسیح، خب انجیل های بسیاری بود، بیش از 50 انجیل بود، چون اینا همه سرگذشت زندگی حضرت مسیح بود دیگه، نه اینکه انجیل های مختلفی به حضرت مسیح نازل شده بود، هر کسی خاطرات خودش رو از ایشان نوشته بود. خب اینا بسیار زیاد شده بود، به علاوه فرقه های مختلف پدید آمدن. تفسیر از حوادث دوران مسیح متفاوت بود. اینی که در اواسط قرن 4 مسیحی شورای بسیار مهمی تشکیل شد از تعداد زیادی از اسقف ها و روحانیان بزرگ مسیحی که از سراسر دنیای مسیحیت جمع آمدند. در یه مورد هم یه تعداد زیادشون با کشتی می اومدن یا کشتشون غرق شد و اونها توفیق حضور در این جمع رو نیافتن. مورخان گفتن اگه اونا توفیق حضور یافته بودن این بسا سرنوشت مسیحیت عوض می شد، چون اونا هم آراء خودشون رو داشتن. به هر حال این کانتینجنسی های تاریخ و این حوادث زمان هرچه بود، اون شورا نشست و ارتودکسی رو بنا کرد، یعنی گفت از میان همه این انجیل ها ما 4 تاشو بیشتر رسمی و کانونایز نمی کنیم، به علاوه چند تا نوشته های دیگه از پولس که مجموعا میدونید عهد جدید، یعنی اونچه که انجیل نامیده میشه 27 تا کتابه، 4 تاش این اناجیلی است که شاگردان و حواریون مسیح نوشتن، بقیهش هم نامه هایی است که نوشته شده به علاوه زمائم دیگه. اینا انجیل کانونیکال شد به اصطلاح، بقیه رو آپوکریفا مینامیدن، یعنی انجیل های غیر رسمی یا مجهول و غیره. از قرن 4 ارتودکسی مسیحیت شروع شد، یعنی تا قبل از او همه چی سیال بود، همه چیز راجع به مسیح میگفتن، 50 تا انجیل مختلف نوشته بودن. فرقه هایی بودن که تثلیث رو قبول نداشتن، فرقه هایی بودن که داشتن، مریم رو بعضیا خدا میدونستن، جزئی از الوهیت میدونستن، بعضیا نمیدونستن، همه جور حرفی بود. تا اینکه اون شورای بسیار مهم در نیقیه آمد و به هر حال معین کرد که به چه معنا ما تثلیث داریم، عیسی به چه معنا پسر خداست یا خود خداست یا چنین یا چنون، جملات خیلی هم دقیق و ظریفی نوشتن و این شد عقیده ارتودکس. دیگه بعد از او بدعت تعریف شد، یعنی دیگه معلوم شد که کی هرتیکانه، یعنی کی بدعت است حرفاش.
اینا دیگه عقاید رسمی بود، شما اگه غیر از این میگفتید خارج از کلیسا بودید، اکس کامیونیکیت میشدید، اخراج و تکفیر میشدید و یه اسمی روی شما میگذاشتن. بعدن هم که کلیسا قدرت گرفت راحت هم میکشت و میسوزند و چیزایی که میدونید که اتفاقا محل بحث ما هم هست، همینا از نمادهای اقتدار دین بود. ولی البته کلیسا اون موقع هنوز به اینجاها نرسیده بود، تازه جوانه زده بود. در اسلام ارتودکسی زودتر شروع شد، یعنی ما تقریبا قرن دوم ارتودکسی اسلامی رو آغاز کردیم. یک قرن و نیم حد اکثر دو قرن میان مسلمین بگو نگو بود، انواع فرقه ها پدید آمد و تفسیرها از قرآن، تفسیرها از خدا، از صفات خدا، از کلام خدا، از پیامبر او مفصل، پاره هاش هم به دست ما رسیده، پاره هاش هم نرسید. در زمان القادر بالله یکی از خلفای عباسی ایشان آمد و یک بیانیه روشن و منظمی داد به نام عقیده قادریه و گفت این عقیده اسلامی است و دیگه بعد از این همه باید این چنین باشه. حالا نمیگم همه از او اطاعت کردن، ولی سر و کله ارتودکسی پیدا شد که باید ما جمع کنیم این متفرقه ها رو، باید به تدریج تحت یک نظم و سامانی بیاریم به طوری که بگیم اسلام این است. شما میدونید در بسیاری از نزاع‌هایی که در اون روزگار پری ارتودکسی، ما قبل ارتودکسی رخ میداد، که از مهمترین بحث هم بود که مسلمان کیست، ما به کی بگیم مسلمان، خیلی مسئله دشواری شده بود، انقدر اختلاف عقیده بود اصلا معلوم نیست به کی بگن مسلمان، به کی بگن کافر، سر خدا، پیغمبر، قرآن، همه این چیزا اختلاف بودنم، نه اختلاف های ساده او مفصل کلمه به کلمه اینا مورد نزاع. خب مسئله هویت بود دیگه، شما میدونید بعدا مثلا غزالی که حالا غزالی من قرن پنجمه که در واقع دیگه مال آخر این دوران نزاع هاست، کتابی داره به نام فیصل و تفرقه، در اونجا میگه که دقیقا بحثی از تفرقه بین کفر و مسلمان اسلام، کی مسلمانه؟ ببینید خیلی جالبه، یک غزالی که متکلم از فقیه هست، عارف از همه چیز، ایشون برای اینکه جواب این سوال بده که چه کسی مسلمانه به هیچ اصل عقیدتی متوسل نشد، نگفت کسانی که میگن خدا یکیست، کسانی که میگن صفات خدا اینه اونه، چون میدونه سر همه اینا اختلافه، هر چی بگه یدی بیرون میمونن. توجه فرمودی؟ چی گفت؟ گفت لانو کفر و اهل القبله، هر کی رو به قبله نماز میکنه مسلمانه، همین رو بس. در کله او چه میگذره، در ذهن او، در اعتقادات او، در کلام اینا ما کاری به اونا نداریم، چون میدونستن اونا نزاع انگیزه. لانو کفر و اهل القبله، ما اهل قبله رو تکفیر نمی کنیم و همین که مسجد میاد، همین که رو به قبله نماز میاد، حالا تازه نمازم نخونه اشکال نداره، همین که بگه اگر بخوام بخونم رو به قبله نماز میخونم، چون میشه یک کسی مسلمان باشه نمازم نخونه، نه این که مثلا اگر ندونست که در نماز از چند رکعته از اسلام خارج بشه. باری این داستان بود. ارتودکسی البته این رو برعرض کنم، در شیعه ارتودکسی نسبتاً حتی از اهل سنت زودتر شروع شد، چون شیعیان به هر حال پیشوایان دینی خودشونو داشتن و حرفای اونا رو مثل حرف پیغمبر می‌دونستن، در مورد اونها اختلاف نمی‌کردن. این غیر از این بود که مثلا ابو حنیفه با شافعی، با مالک، با احمد حنبل، با زید عم اینا فتاواشون هم مختلف باشه و چند تا مکتب تشکیل بدن، اینطور نبود دیگه. خب شیعیان میگفتن تمام امامان یک مکتب بیشتر نیستن، حرفشون هم در حکم حرف پیامبر است، یعنی امام مفترض و طائع هستن به اصطلاح. این ارتودکسی که طولانی تر شد در جهان اهل سنت بود. خب ارتودکسی همراه میشه با ارگانایز ریلیجن، یعنی دین دستگاه مند میشه، باز در مسیحیت به نحوی و در اسلام هم به نحوی. بالاخره اونجا با امپراتوری روم گره خورد سرنوشتش، در اینجا با خلافت عباسی گره خورد. دورانی که ارتودکسی آغاز شد خلفای عباسی بر سر کار بودن و اتفاقا با تکیه بر همین دیانت
حکومت خودشون رو سامان دادند و سلطه خودشون رو بر مردم تحکیم کردند و در همین داد و ستدها هم بود که فقه رشد کرد، شهرنشینی رشد کرد، فتوحات بیشتر شد، فقیهان وارد صحنه شدند، چون به میزانی که زندگی توسعه پیدا میکرد فقه هم باید توسعه پیدا میکرد، چون فقه آداب زندگی و احکام رفتارهای مردم رو یکدیگر رو نشون میده. فقه فر بهتر شد، خب در کنار او علم کلام هم فر بهتر شد، الی آخر که دیگه داستان ما نیست. این رو من عرض کردم برای اینکه بگویم که ما اینجا سخنمون از ایمانی که در قلوب مردم نیست، اون رو نامش رو ایمان میگذاریم. اون چه که به منزله دین، دینی که اقتدار داره، از اون سخن میگیم دین دستگاه من، یعنی ارگانایز ریلیجن. چنان که گفتم نهادهای مختلف در کنار او ساخته میشود و به صورت یک موجود بزرگ مهیبی وارد تاریخ میشه که برکندن او هم خیلی دشواره. حالا من صحبتم این بود که رمز این اقتدار چیست؟ چرا یه دین میتونه قدرت کسب کنه، میتونه خودش اصلا یک گله قدرت بشه و گاهی هم چنان مقتدر بشه که نادیده گرفتنش ناممکن بشه؟ چند تا سبب داره. این اسباب رو اینجا و اونجا در نوشته های این و اون میتونید پیدا کنید. خب من اینا رو ذکر میکنم. یکیش مسئله اطاعته. ببینید در دین شما بحث اطاعت دارید دیگه. اطاعت اصلا سرچشمه اتوریته است. یعنی شما اتوریته‌ای دارید، یک اربابی، یک موجود مقتدری در صدر، و شما وظیفه خود میدانید که از او اطاعت کنید یا او تکلیف شما میداند که از او اطاعت کنید. هر جا پای اطاعت میاد در میان، مخصوصا هر چقدر این اطاعت صمیمانه تر، مریدانه تر، گورگورانه تر، مقلدانه تر باشه، قدرت به منزله یک اسب، یک مرکب روان در اختیار شما خواهد بود و می توانید برانید. ادیان همه جا از این قدرت استفاده کردند و وقتی که این ارادت کمتر بشود، این اطاعت کمتر بشود، قدرت نهاد دینی البته کمتر خواهد شد. و چون این ارادت و اطاعت چیزی نیست که چندان بتوان او رو کوانتیفای کرد، نه اندازه گیری کرد، گاهی در تشخیص این که مردم چقدر دیندار هستن یا نیستن جامعه شناسان دچار اشکال میشن، که خب اشکال هم داره. پس اولین مسئله اینه، قدرت دین حتی از قدرت حکومت‌های استبدادی بیشتره در اینجا. چرا؟ و این حرفی است که هگل خوب فهمیده بود. برای اینکه مستبدان شما رو به زور مطیع خودشون میکنن، اگر میخواد بر شما فرمان برانند، شما رو مطیع نیابند، تسلیم نیابند، چیکار میکنن؟ بالاخره با زوری که دارن یا شکنجه میکنن یا به هر حال شما رو محکوم میکنن از مزایای زندگی و غیره، شما رو به زور تسلیم میکنن. اما در دیانت ها اینطور نیست. به قول غزالی میگه فقیه و در کنار سلطان، اینها دل مردم رو رام میکنن. این همون هژگونیست که به سخنان گرامشی و نام هست. یعنی شما با اعتقاد اونجا تسلیم میشید، نه با زور. وقتی که شما ایمان میارید، پیامبری رو، یک مقام روحانی رو قبول میکنید، خدا رو قبول میکنید، لازم نیست که شما زور بگن. یعنی شما از ته دل این اطاعت و ارادت رو پذیرفته اید. در حوزه های کوچک این دیده میشه، تا حوزه های بزرگ تمدنی و کشوری این ارادت دیده میشه. در کنار این یک چیز دیگری که میاد قصه ترسه. ببینید این ادیان خیلی کارهای جالبی کردن. من نمیگم اینها رو عمدن کردن برای اینکه اقتدار و سلطه خودشون رو بر مردم تحکیم کنن، ولی این چیزهایی که با خودشون آوردن چنین نقشی و چنین پیامدی رو داره. باز یک حکومت مقتدر مستبد خودکامه ممکنه ترس خودش رو در دل شما بیاندازه، ولی شما اونو لایق ترسیدن نمیدونید.
میگید که خب حالا دیگه چکار کنیم، از ترس جانمون مجبوریم سکوت کنیم. اما اگر دین یه موجودی رو به نام خدا به شما معرفی کرد که ترسیدنی است و شما رو دائما از عذاب او ترساند. من یه وقتی با یک کسی صحبت میکردم میگفت که چرا تو قرآن اینقدر آیات عذاب اومده؟ خب خیلی هم آمده، دائما بیم داده مردم رو از اینکه پاتونو کج بذارید سرنوشتتون با جهنم است و با مالک جهنم و با عذابها و آتشهای چنین و چنان. درست میگفت، گفت با ترسوندن که ایمان درست نمیشه. البته همینطوره، ایمان باید با محبت و معرفت پدید بیاد. شما یه موجودی رو هم بشناسید، هم محبت داشته باشید و ارادت داشته باشید، اون میشه ایمان. از یکی بترسید یا شما رو بترسونه ایمان درست نمیشه. و همینو گفتم، گفتم نه، اونا برای ساختن ایمان نیست، اونا برای تسلیم کردنه. یعنی اونا اصلا درست نقش قدرت رو اونجا بازی میکنه، شما رو میخواد تسلیم بکنه. در ارگانایز ریلیجن همه چیز با ایمان پیش نمیره، ساز و کارهای دیگری به کار گرفته میشه برای اینکه شما رو خم کنه، خاضع کنه و تسلیم بکنه. اصلا اسلام یعنی تسلیم. اینو خود امیرالمومنین گفت دیگه، در نهج البلاغه هست، ایشون گفتن که لعنسبن الاسلام، من تعریفی از اسلام شما میدن که تا کنون کسی این تسلیم، این تعریف رو ندارد. الاسلام هو تسلیم، اسلام یعنی تسلیم. این حرف خیلی مهمه. ببینید دو معنا داره، یکی تسلیم قلبیه، یعنی شما واقعا ایمان بیارید و با اراده و اختیار سابمیشن کنید، تسلیم کنید خودتون رو به خداوند. این درست. ولی تسلیم دیگرش تسلیم به قدرته، یعنی شما وقتی که در دل یک حکومت، یک نظام دینی زندگی میکنید، تسلیم به قدرت شدن هم جزو مسلمانی. اصلا مسلمانی همینه، کسی نمیاد دل شما رو بشکافه و ببینه شما واقعا عقیده دارید یا ندارید، ولی همین که بگید بنده تسلیم این دستگاه هم. همین این فتوحات اسلامی، یعنی اعراب که به اینجا اونجا رفتند و لشکرکشی کردند و اونجاها رو گرفتند، اصلا اینا بحثشون شما بیاید اسلام بیارید به معنی که ایمان بیارید، مثلا اسلام بیارید تسلیم ما بشید، تسلیم قدرت بشید به این معنا. ولی خودشون هم میدونستن ایمان کسی نمیاره با ترس و زیر سایه شمشیر. فقط و همین هم هست که غزالی اتفاقا در همون کتاب العلوم وقتی که از فقه بحث میکنه میگه اسلام فقهی به درد آخرت نمیخوره، برای اینکه این اسلام زیر سایه شمشیرها هم امکان پذیره. وقتی که یک مهاجمی آمد به شهر شما، به کشور شما، گفتش که یا جان میدی یا اسلام میآوری، خب شما اسلام میآوری، یعنی ظاهرا به زبان، به همین برای فقیه کافیه. یعنی فقیه به دیگران خواهد گفتی که به این کاری نداشته باشی. چنین کسی که به زبان این رو گفت، خونش دیگه حلال نیست، مالش حلال نیست، جانش محترم است، مالش محترم است و یکی از مسلمانان است، می توانید با او ازدواج کنید، می توانید رفت و آمد کنید و هر چیز دیگری. اما همین دو کلمه را اگه به زبان نگفت، خونش مباهه، مالش مباهه، جزء جامعه مسلمانان نیست و غیره و غیره. غزالی این رو میگه برای اینکه دقیقاً فرق بین اسلام و ایمان بگذره. و اسلام همون ارگانایز اسلامه، ایمان همون ایمان قلبی شماست. ما در قرآن داریم که اعراب چی گفتن؟ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. اعراب یه عدهشون ادعا میکنن، میگن ما ایمان آوردیم. ای پیامبر به اونها بگو شما که ایمان نیارید، شما اسلام آوردید، یعنی شما تسلیم شدید به قدرت، به قدرت موجود تسلیم شدید، کار دیگه نمیتونستید بکنید. اگه میتونستید مثلا راه فرار در پیش میگرفتید، کشوری دیگه، سرزمین دیگه، بسیار خوب، ولی فعلا اینجا موندید، کاری دیگه هم نمیتونید بکنید، باید بالاخره تسلیم قانون بشید. این درست مثل این که فرض کنید بنده و شما تو این کشور زندگی میکنیم،
حالا لازم نیست ما فرهنگ آمریکایی داشته باشیم یا خیلی از عقیده های اینا رو، اما قانون کشور رو مراعات میکنیم، مالیات هم میدیم و غیره. این همون اسلامه، یعنی تسلیم قانون و مقررات یک مجموعه شدن، تسلیم اون ارگانیزیشن و اون انستیتوشن هایی شدن که به نام اون مکتب بنا شده است. خب این ترسی است که حکومت میندازه، اما ترسی که در مذهب شما دارید، در ادیان شما دارید، ترس خیلی عمیقیه. همون که عرض کردم، خب شما رو از سوء عاقبت میترسانند، از سوء عاقبت. شما کافیست از غزالی رو بخونید، من همیشه دربارش نوشتم، این مرد بزرگ روحش فلج بود، چنان از خدا میترسید که حقیقتا سرگردان بود که چیکار باید بکنه. این رعب، این ترس سرچشمه یا قدرت ادیان است. برای اینکه به راحتی شما الان نزد یه روحانی برید و این روحانی به شما میگه اگر این خمسی که من به شما میگم به من ندی، مالت که پاک نیست و حلال نیست، بعد با این مال اگر بری گرمابه غسل کنی، غسلت هم باطله، نماز بخونی، نمازت هم باطله، خونه بخری، اون خونت هم توش نماز بخونی، با شما رو میترسونه، فردا حج بری، حجت هم باطله، بعد این حج که باطل شد زنت هم بر تو حرامه، طرف وحشت میکنه. ببینید این خیلی مهمه، این مطلب. یک چنین چیزی، هیچ زندان اینجا وجود نداره، هیچ شکنجه هم وجود نداره، هیچ نمیدارم نیروی نظامی و بسیج و اینا نیست، فقط از ایمان شما استفاده میکنه و ترس شما برای که شما رو خاضع بکنه و تسلیم بکنه. سر این که ادیان میتوانن سلطه خودشون رو حفظ بکنن و ادامه ببخشن، تداوم ببخشن، یکیش اون ارادت قلبی و اون نقش اطاعتی است که از مردم میخوان، دومیش این ترسی است که در دل مردم میافکنن. ببینید فقه، من یادم یه افراد با یکی از فقها بحث میکردم، با هم گفتیم که میگفت ببین فقه یعنی این، یعنی اگه فلان کارو نکنی مجازاتت میکنن، اصلا این پنیشمنت اصلا جزء ساختار مفهومی فقهه، یعنی دائما به شما میگن که چنین بکنید و اگه نکردید فلان عذاب رو دارید، چنین کنید اگر نکردید فلان عذاب رو دارید. و خب اینا رو بعد شما دیدید افسانه هایی که راجع به جهنم، راجع به عذاب قبر، راجع به مرگ، اینها که هی فربهتر هم میشه در ادیان، اینا چرا ساخته شد؟ اتفاقا اینا سرچشمه های قدرت ادیانه. ما یه وقتی که اینا رو به چشم خرافه میبینیم میگیم خب اینا خرافاته، میگه نمیدونم فلانی رو تو خواب دیدن، گفت وقتی که من مردم با من اینجوری معامله کردن. همین اواخر به یکی از دوستان میگفتم، حقیقتا قصه سرگیجه آوری بود برای من. راویان این قصه، یعنی بزرگانی که در عصر ما و یکی دو نسل قبل از ما زندگی میکردن، همشون آدم های معتبریه و من در تحلیل این ماجرا درماندم. کسی به نام آقای محمد حسین حسینی تهرانی که صاحب کتاب‌های بسیاری بود، در مشهد ساکن بود، مریدان بسیار زیاد داشت، در حق و اعتقادات عجیب داشتن و ایشون رو یکی از عرفای بالله می‌دانستن، تعداد زیادی کتاب نوشته، یک دسته کتاب‌هاش هست به نام معاد شناسی. خب راجع به معاد است و این کتاب پر از این جور قصه هاست، عجیب و غریب. در جلد سوم این کتاب که الان صفحه‌اش یادم نیست، یک داستان عجیبی رو ایشون آورده است. داستان رو از قول کی آورده؟ از قول مرحوم علامه طباطبایی، صاحب کتاب تفسیر المیزان، که استاد ایشون بوده. و علامه طباطبایی هم قصه رو از مرحوم اسد علی قاضی که یکی از بزرگان عرفان بوده در نجف و آقای طباطبایی شاگرد بود، و خود آقای طباطبایی همیشه میگفت، میگفت من هر چی دارم از ایشون دارم، از آقای قاضی دارم. خب پس این روات این داستانم تقریبا محکمه، این سلسله روات. قصه چیه؟ گفته آقای قاضی
گفتند که در نجف در همسایگی ما تعدادی ترکان عثمانی، مال وقتی که هنوز عراق دست عثمانی ها بود، ترکان عثمانی زندگی میکردن و اینها سنی مذهب بودن. خانمی از اهل این خانواده فوت کرد، او رو بردن برای دفن. دختری داشت، نگفته دختر چند ساله بود، منم حدس نمیزنم از کانتکست داستان. دختری داشت بسیار وابسته به این مادر، بسیار زیاد، و در فوت مادر جزع و فزع شدید میکرد، اصلا مشرف به موت بود از بس این دختر زجه میکرد. وقتی که این مادر رو در قبر نهادن، این دختر راضی نمیشد جدا بشه از مادرش، به طوری که اطرافیان وادار شدن که دختر رو با مادر دفن کنن، در کنار جنازه مادر در قبر بذارن، اما البته روی قبر رو با تخته و اینا بپوشونن، نه اینکه خاک بریزن. این کارو کردن و رفتن و بعد فردا آمدن و تخته ها رو برداشتند و دیدن که خب این دخترک زنده است، اما تمام موهاش سفید شده. گفتن که خب دکتر خانم شما چه شده، چی برسه؟ گفت بله، دیشب من در قبر بودم، در کنار مادرم، یک مرتبه دو تا فرشته ظاهر شدن اونجا و یک آقایی که فرشته نبود همراهشون بود. بعدن در داستان معلوم میشه که اون آقا امام علی بوده. این دو فرشته مشغول سوال شدن از مادر من، گفتن که خدای تو کیه؟ گفت خب اشهد ان لا اله الا الله. گفتن خب خوبه، این درست. بعد گفتن پیغمبرت کیه؟ گفت اشهد ان محمد رسول الله. گفتن خب تا اینجاشو خوب اومدی. بعد گفتن امامت کیه؟ یک مرتبه این آقای سومی اومد به صحنه، گفت که ولی من امام او نیستم، یعنی این شیعه نیست. گفت تا این رو گفت اینا گرزا رو کشیدن، چنان به سر مادر بیچاره من میزدن، گفت چنان جیغ میزد من از ترس موهام سفید شد. این قصه رو این دختر خانم نقل کرد و بعد هم قصه در میان اقوامشون شایع شد و آقای قاضی فرموده بودن که به سبب این داستان تعداد زیادی از اهل اون خانواده که سنی بودن شیعه شدن. ببینید این قصه خیلی عجیبیه، اولا به سبب سندش، این قصه مال هزار سال پیش نیست، ناقلینشونم همه آدم های معتبر و موثق هم. من در هیچ کدومش رو تردید ندارم، میگم یکی از اینا این دروغو ساخته، نمیدونم این چجوری شده این قصه، خیلی برای من سرگیجه آوره. و یعنی سرگیجه آور به این معنا، آیا آقای طباطبایی یه همچی خدایی رو میپرستیده؟ آقای سید علی قاضی یه همچی خدایی رو میپرستیده که یه خانمی رو تو کنج قبر گیر بیارن؟ خانمی که مسلمونم بوده بیچاره، هم خدا رو قبول داشته هم پیامبر رو، بعد امام علی هم مثل یک بازجوی شکنجگری بیاد اونجا و بگه این منو قبول نداشت و اونا گرزا رو بکشن بکنده و بزن. ولی اینا رو بذاریم کنار، من این رو جزو خرافات دینی میدونم الان، اما خرافه ای که قدرتزاست. ببینه این همینه دیگه، یعنی این آقا با این حرف فکر میکنه یه ما شیعه درست میکنه، دایره اقتدار خودش رو گسترده تر میکنه، دیگران رو میترسونه که اگر جزو حزب ما نیاید، با ما نباشید، اعتقادات ما رو نداشته باشید، این عاقبت رو دارید. هرچه بر دامنه و دایره این خرافات افزوده میشه، شما باید بدانید که یک قدرت طلبی در باطن اینها نهفته است. یعنی دین که قدرت خودش رو از همین جاها کسب میکنه، اینجوری باید خاضع کنه افراد رو. نمیگم هر دینی اینطوره یا هر تفسیری از دین، اما دینی که دستگاه منده روحانیت داره همینا سازوکارشه، که همینجوری ها کار میکنه. باید اینطوری مرید تولید کنه، اینطوری مطیع تولید بکنه و این چنین شما رو تسلیم بکنه در مقابل خودش. حالا این ممکنه اقتدار دنیوی هم برسه یا نرسه، ولی اون قدرت یک، یعنی قدرت سیاسی یه نوع قدرت دیگه است. خود این قدرته، یعنی اینکه شما افرادی رو داشته باشید دور خودتون. سومین چیزی که در ادیان هست و قدرت آفرینه، مسئله اعتماده. ببینید مردمی که مطیع روحانیون هستن به این اعتماد دارن،
یا دست کم چنین العا شده است که این افراد، اینها سران روحانی، افراد معتمدی هستند، پاکند، پاکیزند، صالحند، به سخنی که میگویند عمل میکنند، خودشون لابد از یک صلاحیت های به حال استثنایی برخوردارند. حالا در ادیان کم کم این قداست هم در میان میاد، موجودات مقدسی هستند، اینا رو برای خودشون برمی شمارند و به دیگران هم القا میکنند. سلطان یا یک مستبد ممکن آدم بدی باشه، مردم ازش بترسن، معمولا دربارش تصوراتی که این الهیه یا نمیدونم از صلاحیت های و تقوای ویژه برخوردار، این چیزا نبود، از چیزای دیگر سلاطین میترسیدن. اما در اینجا شما خودتون رو با یک کسی مواجه میبینید که اولا به او اعتماد میکنید و خودتون رو به او تسلیم میکنید، کسی که ظاهراً به یک چیزایی هم دسترسی داره که شما ندارید و به همین سبب شما رو در یک دوراهی بیم و امیدی هم نگه میداره. در کنار این اعتماد چیزی که همبسته اوست مسئله رازآلودگیه. ببینید روحانیت ادیان همه خودشون رو در یه حریمی نگه می‌دارن که به شما که روحانی نیستید اجازه ورود به اون حریم رو نمیدن. من وقتی که یه مسائل راجع به روحانیت نوشتم در روزنامه ایران پخش شد و قوم خیلی علیه ما شروع کرده توپخانه‌شو خلاصه روشن کرده بود دیگه، از هر طرف آتشبار بر ما باریده می‌شد، من توصیه یکی از دوستان طلبه خودم گفت بیا بریم پیش فلان آیت الله، شما رو در رو با ایشون سخن بگید و بلکه بعضی از این نقاره ها و این سوء تفاهم ها برطرف بشه. رفتم من، خب سخنان مختلفی گفته شد و من دیدم که یه روزنامه ای هم در کنار ایشان هست، یه دو سه جاش رو خط کشیدن، فهمیدم که هم برای ایشون خط کشیدن همون دو سه جمله رو خونده بود، نه سرش رو خونده بود نه تاش از گفتگوهایی که کردم پیدا شد. بعد همه این بحثا که گذشت ایشون به من رو کرد و فلانی ببین یک نکته هم به شما بگم، شما این حرفا رو بیا به خود ما بگو، چرا تو روزنامه ها میگی؟ گفتم آقا شما دیگه چی که در سلطنتی در حکومتی همه چیزتون فاشه، هنوزم میخوام خودتون مخفی کنید، ولی این مخفی کردن، این رازآلودگی بخشی از قداستی است که اینها ایجاد میکنن برای خودشون، به دیگران هم القا میکنن و قدرتی که با این قداست میاد، یعنی ما افراد معمولی نیستیم، این دستگاه معمولی نیست، کل این دستگاه ارگانایز ریلیجن یه چیزیست که واجده یک اوصاف رازآلوده که بر همه مکشوف نیست. ما محرمان رازیم، ما خواصیم، عوام همین این عوام کل انعام و خواص و اینا همین هاست دیگه، این حرفا که در آمده. این قداست که دوست خیلی خوشمزهی داشتیم به من رو یک عالمی روحانی مریض بود، سرش درد میکرد، این توی رخت خواب قلط میزد، این گفت سر مبارکم، یعنی خودش سر خودش رو مبارک میدونست. حالا این سر مبارکم رو به دیگرانم، خب دست مبارک رو هم میبوسن، سر مبارک رو هم میبوسن. یک رساله ای از یک آقای روحانی دیدم نوشته بود که آیا بوسیدن دست علما جایز است یا نه، کلی استدلال کرد که بله جایز است، بعد گفته بود بوسیدن سرشون هم جایز است، به هر حال مبارک دیگه، همه اینها مبارک است و متبرک است و شما بیا دست بزن به این تبرک بشه، بیا این رو نمیدونم، شما بیا منزل ما اینجا مبارک میشه دیگه. آدم یه وقتا من گاهی از حافظ هم دلم میگرفت، بر زمینی که نشان کف پای تو و بعد سالها سجده صاحب نظران خواهد بود، این که کف پای کسی اگه از جای عبور کرده آدم اونجا رو ببوسه، اونجا رو سجده کنه. شما به همه اینها به چشم ارکان قدرت نگاه کنید، من جوانب دیگر مسئله رو کار ندارم، یه دستگاه رو این چیزا مقتدر میکنه که بعد وقتی که خاص در تاریخ حرکتی انجام بده با همین گرداندن این احرم ها عرض می شود که رازآلودگی و این رو گفتم. یک چیز دیگری هم در اینجا هست که
خیلی مهمه، فرصت ما هم رو پایینه. ببینید مایلم این رو ذکر کنم، کتاب برادران کارامازوف رو شنیدید حتما، نوشته تولستوی. یه بخش خیلی مهمی در این کتاب هست به نام مفتش اعظم، The Grand Inquisitor. این بخش رو ظاهراً تولستوی چنان که در جای دیگر هم گفته بوده جزء تقتقاهای اصلی فکری عمری او بوده. بعد این رو به مناسبتی داخل این کتاب هم کرده. به تعبیر بعضی ها درخشانترین قطعه در ادبیات جهان است. بخش خیلی بلندی هم نیست، من به شما توصیه میکنم رو بخونید. در راستای بحث منم نیست البته، اما نکات خوبی در این هست که من امروز فکر میکردم دیدم میتونیم از اونم بهره بگیریم، چون یک نکته در او هست که همونیست که به کار ما میاد، یعنی یک رکن از ارکان قدرت ارگاناز ریلیجن رو نشون میده. اینو اول داشته باشید، آقای تولستوی مسیح مؤمن بود و کسی که دغدغه دین داره به معنای واقعی فکر میکنه دربارش، و لذا این افکار ممکنه مشابه حالا افکار دیگران نباشه، اما این اثر بیمسئولیتی نیست، نهایت مسئولیت او رو نشون. یک داستان خیلی جالب رو نقل میکنه، میگه در شهر سویل اسپانیا در قرن 16 هم در های میدل ایجز به اصطلاح دیگه اواخر دوران قرون وسطا، حضرت عیسی برگشت. حضرت عیسی این بازگشتش اون بازگشت نهایی نبود که خودش وعده داده بود که در آخر الزمان خواهد آمد، نه، به دلیل هایی که به هر حال لابد دعاهایی که مردم کرده بودن، بالاخره بی خبر وارد شهر سویل میشه. خیلی فضای مهالودی هم داره این داستان، خیلی جالب هم هست. هیچ وقت خودش هم نمیگه من مسیحم، من برگشتم. مردمم هیچ وقت نام مسیح رو بر زبانشون جاری نمیکنن، اما از شخصیت این انسان، از خصوصیاتش احساس میکنن که این اوه. من به هم میگفتن این اونه، به طوری که مردم دورش جمع میشن و میان از او تبرک میجوین. حتی یک خانواده دختر 7 سالشون مرده بوده، با تابوت میارن جلوی او، میگن اگه تو اونی رو زنده کن، زنده میکنه، اما هیچ که اسم مسیح رو بر زبان نمیاره. خب اجتماعی در شهر شده است و او آمده. جناب اسقف اعظم که به نام مفتش اعظم اینجا خوانده شده، ایشان که اسقف بزرگ شهر است و اقتدار کامل دینی و روحانی در دست اوست، به تعبیر تولستوی روز گذشته هم 100 نفر رو ملحد رو در آتش سوزانده و باکش نبوده، داره از اون خیابان عبور میکنه. چشمش میفته به اجتماع مردم و اینکه از کسی که آمده تبرک میجوین، براشون مرده زنده میکنه. خیلی زود به زیرکی و به فراست در میابد که این اونه، یعنی همون مسیحی است که ظهور کرده. به ماموران خودش دستور میده که ایشان رو بگیرید. در این حال مردم پسیو وای میستن. اقتدار اسقف چنان است که هیچ عکس العملی نشون نمیدن. قراول ها مأمورین میان و عیسی رو دستگیر میکنن، میبرن و به زندان میافکنن. شب جناب اسقف تنها چراغ به دست وارد زندان تاریک میشه و با عیسی مشغول گفتگو میشه. این بخش از گفتگوی او با عیسی که بیشتر هم او حرف میزنه، عیسی حتی یک کلام حرف نمیزنه، خیلی درخشانه و خواندنیست. چند تا نکته خیلی مهم داره. اولا که عیسی یادآوری میکنه، میگه شما یادته، اینو بعد انجیل رو خونده باشید تا بدانید چیه. در انجیل متا هست که عیسی بعد از اینکه 40 روز ریاضت کشید، شیطان بر او ظاهر شد، میخواست او رو وسوسه بکنه و 3 پیشنهاد به او کرد. اول به او گفت این سنگای بیابون رو نان کن. گفت که نه، مردم فقط به نان زنده نیستن، سوال جواب بین شیطان و مسیحه، ایمان لازم دارن. شیطان رو با خودش برمیداره، میبره بالای معبد، از گنبد معبد، میگه خودت رو از اینجا فرو بیفکن.
اگر خدایی باشه فرشتگان خودش رو میفرسته که تو رو حفظ کنن و بر زمین نخوری. عیسی به شیطان میگه کسی خدا رو امتحان نمیکنه، خداست که ما رو امتحان میکنه. پیشنهاد سوم میکنه به مسیح، میگوید که تو به من سجده کن، تمام ملک زمین رو، سلطنت عالم رو من در اختیار تو قرار میدم. به مسیح میگه، مسیح به شیطان میگه من جز خدا کسی رو نباید سجده کرد. اسقف اینها رو به یاد مسیح میاره، میگه آقای مسیح شما اشتباه کردی که سخنان ابلیس حکیم رو نپذیرفتی، ولی ما چند قرن است که به راه او میریم نه به راه تو. ما چند قرن است که به راه او داریم، ما به مردم مول میدیم نه سنگ. ما همون ملک و سلطنتی رو که شیطان به تو وعده داد الان ما به دست خودمون گرفتیم. و اونی هم که گفت خدا را امتحان نکن، تو که دیدی اون خدا تو را از صلیب هم نجات نداد، ما دیگه با اون خدا هم کاری نداریم، ما به مردم میگیم دعا کنید خدا مستجاب میکنه. و بعد هم به مسیح گفت که تو اصلا برای چی اومدی؟ تو حق نداری یک کلام بیش از اون که قبلا گفتی بگی. گفتی، حرفاتو زدی، نهاد کلیسا رو هم به ما سپردی، دیگه جایی نداری، برخیز و برو. تو نمیدانستی، چون یه جمله در انجیل هست که حقیقت شما را آزاد خواهد کرد، از سخنان عیسی علیه السلام، که تو به مردم اینو گفتی ولی تو مردم رو نمیشناختی، نمیدونستی مردم آزادی رو به نون میفروشن و ما اینو فهمیدیم. این مردم آزادی نمیخوان، اینا اصلا آزادیشون رو به ما میدن، برای اینکه آزادی که همراه با مسئولیت نمیطلبن، به ما میان میگن شما به جای ما فکر کنید، شما به جای ما حرف بزنید. تو فکر میکردی همه طالب آزادی هن، همه مسئولیت خودشون رو به دوش میکشن، همه صلیب خودشون رو به دوش میکشن. خیلی حرف شبیه حرف نیچه میشه در اون کتاب دجالش که میگه مسیحی یک نفر بیشتر نبودم، خود عیسی بود که بر صلیب رفت و با او تعلیماتش هم رفت، بقیه همه کسانی بودن که دکان باز کردن به نام مسیح. همین حرفا رو این اسقف با عیسی در میان میذاره، میگه که فردا دستور خواهم داد که تو رو در کنار دیگر ملحدان بسوزانند و همین قومی که امروز اومدن از تو تبرک میجستن خواهی دید که کمسیم عکس العملی نشان نخواهند داد. داستان اینجوری ختم میشه، اسقف از زندان میره بیرون، در رو نیمه باز میگذاره که عیسی اگر میخواد فرار کنه و فرارم میکنه، یعنی میدونه که دست این دستگاه افتاده. من یک جمله از این جملات داستایفسکی اینجا مورد نظرم، خیلی نکته در این قصه هست، فوق العاده است. یکی این که تو باید همیشه یه راز باقی بمونی، ببین همه باید منتظرت باشن، اون پشت و پشتا باید باشی. ما هم اینم این خود شیعه خودمون داریم، یه کسی میاد، یه کسی اون پشتا وجود داره، خیلی مهمه، باید منتظرش باشیم. اینا خودش نباید بیاد، همیشه یه سایه از او باید بر سر مردم باشه، خودش بیاد این بساط به هم میخوره. من یکی از علما خودش بر من میگفت، میگفت که ما در نجف بودیم، یک شب در مجلسی بودیم، همه ذکر امام زمان میکردن، ولی یک فقیه این وسط عبوس نشسته بود و هیچ خوشنود نبود. بعد به اون گفتیم آقا شما چرا خوشنود نیستی؟ گفت آقا امام زمان برای چی بیاد؟ پس ما اومدیم اینجا درس خوندیم که چی؟ میخوایم بریم آقا بشیم تو مملکت خودمون، میخوایم بریم فقیه بشیم، مرجع بشیم. او بیاد همه این بساط به هم میخوره، او نباید بیاد، فقط باید انتظارش باشه و شورش در میان مردم باشه که پایه های قدرتی رو مستحکم کنه، خودش بیاد این قدرت کلیسا، این نهاد فرو میریزه. اون جمله مهمی که داستایفسکی گفت به عیسی در اون داستان این بود که مردم گریز از آزادی دارن. این تعبیری است که البته اریک فروم در کتاب خودش داره، ولی این خیلی سخن درسته. گویا مردم آزادی نمیخوان، تو اشتباه کردی، مردم نون میخوان، مردم تکیه کردن به دیگری میخوان و ما اون تکیه گاهشونیم.
این چه وعده ای بود دادی گفته حقیقت شما رو آزاد خواهد کرد؟ کی آزادی میخواد که تو اینو بهشون گفتی؟ مردم نون میخوان، مردم معجزه میخوان، مردم خرافه میخوان، مردم دعا کردن میخوان، مردم تکیه گاه میخوان، همه اینا رو ما براشون فراهم کردیم. تو اومدی دیگه چی بگی این وسط؟ تا نکشتن و نسوزوندنت بذار و خود. حالا من میخوام همین رو عرض بکنم. ببینید گریز از آزادی یه مقوله خیلی مهمه. این آقای اریک فروم کتاب گریز از آزادیش رو اگر خونده باشید، یه روانپزشک که درجه اولی و از مکتب فرانکفورت هم بود و مکتب فرانکفورت یه مارکسیسم آمیخته به پسیکانالیز به اصطلاح روانکاویست و روانکاوشون آقای اریک فروم بود. چند کتاب خوب هم در باب روانشناسی دین نوشته ایشان. اصلا این کتاب رو در پاسخ به این سوال نوشته، خودش هم اینجا مطرح میکنه که مردم آلمان، مردم روشنفکر، مردم متمدن، آلمان صنعتی، آلمان چرا تسلیم هیتلر شدن؟ چی شد؟ آخه هیتلر مگه کی بود؟ و چگونه شد که حزب نازی تشکیل شد؟ اس اس پدید اومد؟ اون مظالم، اون کشتار یهودیان، اون جنگ ها و این ارتش قوی و این تبعیتی که مردم میکردن چرا اینطوری شد؟ اینا که قرنها از دموکراسی دم زده بودن، این همه فیلسوف توی این مملکت آمده بود که هیچ جای دنیا هیچ فیلسوف نیومد. جواب خودش اینه که مردم از آزادی زیاد دم میزنن، اما وقتی بهشون بدی نمیپذیرن، برای اینکه آزادی با مسئولیت میاد و عموم مردم نمیخوان زیر بار مسئولیت برن. شما ببینید یه وقتی که خودتون به یه حرفی رسیدین، اگر اون رو گفتید کسی به شما ایراد گرفت، خودتون باید جوابش رو بدید چون خودتون اینو. اما یه وقتی که میگه این که نظر من نیست، نظر آقاست، من از او پرسیدم او اینو گفته، من نه فکر کردم نه تصمیم گرفتم نه اراده کردم، دیگری به جای من تصمیم میگیره. وقتی که یک چنین نظامی رو شما درست کردید که در واقع نظام تقلیده، نظام خرید و فروش آزادی است، شما آزادی و مسئولیت پذیریتون رو میدید در ازای اینکه یک کسی خیال شما رو راحت کنه، بگه شما باکتون نباشه، جواب خدا رو من میدم، جواب همه چیزای دیگر رو من میدم، شما آسوده خاطر باشید. خب این خیلی خیلی خوبه دیگه. در دیکتاتوری هم همینطوره، در استبداد ها هم همینطوره. اینایی که تسلیم میشن میگن دیگه خیر و شرش با ما نیست، هر چه که میکنن بکنن، اما شما در آزادی تصمیم گیرید و این تصمیم گرفتن با خودش مسئولیت داره. این گریز از آزادی نکته ایست که در سخن تولستوی هم اونجا به خوبی دیده میشه و نشان میده که این مرد دقیق النظر چگونه به این ارکان مختلف مطلب واقف بوده. یکی دو نکته خرد دیگر هم هست که حالا انشاءالله در بحث های بعدی مطرح میکنیم. خیلی خوب، من فقط در اینجا امیدوارم که این مقدار مسئله رو روشن کرده باشیم. ما بالاخره خودمون در دل و دامن یه دینی زیسته ایم، روحانیت داشته ایم، تاریخی داریم. این نکاتی که من گفتم برای شما ناآشنا نیست به هیچ وجه، همه رو میدونیم خودمون، فقط باید جمع‌بندی کرد که کنار هم نهاد و بعد در باب داوری در این که این قدرت ها هستن که با هم رقابت میکنن. یعنی اصلا شما باور نکنید که مثلا یه دستگاه دینی، دین دستگاه من با سلطنت یا با این و اون که دعوا میکنه مثلا سر حقیقت، سر آزادی، سر خدا ابداً. خود قدرت با هم دعوا میکنه، کله هاشون رو با هم میکوبن، یکیش کله میشکنه، اون یکی سالم میمونه، همین هاست. ایمان ها اگر با هم در افتن یک حکایت دیگری است، اما نهادهای دینی مقتدر که مبتنی بر ترسن، مبتنی بر اتوریتن، مبتنی بر گریز از آزادی هن، مبتنی بر خرافن، اینا وقتی با هم دعوا میکنن اون حرف ها نیست، نه معرفت در میانه و نه ایمان، چیز دیگری است که ما جنس اسمشو میذاریم قدرت. ضمناً با قدرت سیاسی هم ممکنه در افتن، ممکنه هم از در نیفتن، وارد همکاری بشون. همه ایناش هم ما در طول تاریخ داشتیم که انشاءالله بحث‌های آینده ما رو تشکیل خواهد داد. و السلام علیکم و رحمت الله.
خیلی هم سوالی که من داشتم در مورد این بحث قدرت بود که چون فهمیدیم که قدرت دین داره بالا افزایش پیدا میکنه در اواخر قرن بیستم و اواخر قرن سیوم. آماری که هست نشون میده که تعداد ایتیست ها تو دنیا داره بیشتر میشه و اونا که کلیسه دارن میرن کمتر میشه، مساجد میرن کمتر میشه، و از یه طرف دیگه اونا هم اعتقادایی که به این شکلی شما فرمودین که کورکورانه است، اون تعداد اون جور اطاعت ها هم داره کمتر میشه. من نمیدونم چجوری این نتیجه چی شده که دین خود اینا جامعه شناسان گفتن، یعنی خیلی ها شد، من جمله مثلا آقای کازانووا، من آقای چارلز تیلر فیلسوف هم هست جامعه شناس. ببینید فقط این آمارا نیست، درسته. اولا همشون اینا میگن که امریکن اکسپشنالیزم، یعنی آمریکا استثناست، در اینجا هنوز دین در قدرت خودش باقیه، امثال اینها. ولی در اروپا یا جاهای دیگه البته این رو میگن، ولی همین اینا به لحاظ دموگرافیک، اینکه دینداران، من وقتی دانشگاه جورج واشنگتن، نه جورج تاون، کسی سخنرانی میکرد، صحبتش این بود که سکولارها تعداد بچه هایی رو که به دنیا می آورن خیلی کمتره، دینداران خیلی بیشتره، بنابراین به طور قطع با این ریت دموگرافیکی که هست، مثلا 40-50 سال بعد بیشتر دنیا نان سکولار خواهند بود. توجه میکنید این جهات رو شما در نظر بگیرید که عملا این اتفاق خواهد افتاد. دوم سیل مهاجرتی است که از کشورها، خود این آقای مورخ دانشگاه پرینستون که از دنیا رفت اخیراً، برنارد لوئیس، ایشون که خب اصلا هم دل پرمهری با دیانت نداشت، همین قصه مهاجرت ها رو خیلی جدی گرفته بود که تا 50 سال بعد، به نظرم اون عدد 50 رو داده بود، نصف اروپا مثلا مسلمان خواهند بود، مثلا که مهاجرت ها. در آقای هانتینگتون در همون کتاب، همون مقاله کلش آف سیبلایزیشنز که بعدن هم کتابش کرد، اونجا خب یک سری اصلا پالیسی داده به دولت های غربی، یعنی اینکه میگه کلشی حتما خواهد بود بین این تمدن ها و چنین و چنان. بعد یک رشته خطوطی داره که چه بکنی چه نکنی، یکیش این میتونه مهاجرت رو بگیری. و این آقای ترامپ و دیگران برگشتن الان به تز جناب هانتینگتون که من که یه مقاله اخیراً میخوندم این رو داشت، میخوام یعنی اینو عرض بکنم که نه، اینجوری نیست. ممکنه که در غربی که به پاره های از غرب که اتفاقاً میزان زاد و ولد هم پایینه، یعنی خیلی اینا اندیشه های خودشون رو توسعه نمیدن و تداوم و انتقال نمیدن، این چنین باشه، اما به لحاظ دموگرافیک آینده جهان رو ببینید علی الظاهر متفاوت خواهد بود. این یکیه. دومم وقتی میگن قدرت دین داره برمیگرده، یعنی حرکت هایی که به نام دین در دنیا داره صورت میگیره الان خیلی بیشتر شده. ما یکی داشتیم به نام پاکستان که سال 1948 از هندوستان جدا شد به نام اسلام و اینا اومدن این طرف، ولی در نیم قرن اخیر خیلی بوده از این حرکت ها که در آفریقا صورت گرفته، در اروپا لیبریشن تیولوژی که پدید اومده، یا همین انقلاب اسلامی ایران و امثال اینها، یا مثلا فرض کنید خود روسیه. ببینید این روسیه بعد از اینکه خب از زیر استبداد کمونیستی و سوسیالیستی بیرون اومد، خیلی کلیسا قدرت پیدا کرده در اونجا. و من یه دانشجو داشتم تو هامبورگ، دانشگاه هامبورگ آلمان، و این توی دختر خانم روسی بود اتفاقا. برای پیپری که میخواست برای ترم بنویسه بهش گفتم که تو را به دیانت توی کشور خودتون برای من بنویس. یه کتاب من هم برای من فرستاد، خیلی جالبیه، مقاله خوبی هم برای من نوشت و به من، یعنی این اصول میگفتش که من اخیراً که رفتم به زادبوم خودمون، یه شهرکی که اسمش یادم نیست، اونجا قبلاً یه انباری بود، خرابی اونجا افتاده بود، پدرم میگفت این قبلاً کلیسا بوده، حکومت گرفته و اینا، چون میدونید وقتی که لنین و دیگران پیروز شدن
اینا حتی زنگهای و ناقوسهای کلیساها رو برداشتن چون مقدار زیاد آهن بود، اینا رو ذوب کردن گفتن تو صنعت اینا رو استفاده کن. ولی میگفت این سفر اخیر که من رفتم دیدم انبار تبدیل به کلیسا شده، دوباره سر جاشون رو ساختن. گفت که لا نهاد و جانب الا گرفت، اشتراکی دامن ملا گرفت، یعنی دوباره این اشتراکیون رفتن دنبال ملا. این یا در لهستان که مثال زدم، من البته همه رو حضور ذهن ندارم، این جامعه شناسا خیلی نمونه ها ذکر کردن که حرکت هایی که به نام دین داره صورت میگیره تعدادش در فزونیه، یعنی قدرت دینی، نه لزوما معرفت دینی یا ایمان دینی، همون بحث قدرت که من دارم میکنم داره دوباره عرض اندام میکنه. البته دوستان خیلی چیز نکنن، پری امپت نکنن، چون ما خیلی حرفمون بعد آینده بزنیم، میدونم خب این حرفا سوال زیاد میانگیزه، ولی خب بفرمایید. ببخشید، در مورد ترس که فرمودین شما اشاره کردین که آیات قرآن هم که خیلی در مورد جهنم یا از ترس گفته شده، اینا برای فقط یعنی برای تسلیم کردن بوده، نه برای ایمان. ایمان باش نمیاد صاف میشه. بله، و معجزه هم اینطور به قول مولانا، اونم برای قهر دشمنان. ولی حتی قبل از اینکه این حالت ارگانایز ریلیجن باشه، در اولی که پیامبر اومدن، خب آیات اولیه که حتی تو مکه اومد خیلی آیات مال قیامت بود، و پیامبر هم خودش رو به عنوان نذیر و بشیر معرفی کرد، یعنی اینم نبود که فقط. ما این قسمت رو چجوری میخواییم جدا بکنیم از این ترسی که حالا این ارگانایز ریلیجن میخواد، حالا با خرافات یا حالا با بعضی چیزایی که برای جهنم و قبر و اینا میگن، ولی خب یه قسمتی هستشون، قسمتی که انذار دادن پیامبران از معادی که میاد، یعنی اونا من فکر میکنم که پارتی از همون ایمان دینی و قلبی هست و همش نمیتونیم کاتگورایزش بکنیم جز به این که بخوان قدرت رو درست بکنم. ببینید، شما اصلا در اینجا که ما بحث میکنیم بحث حق و باطل رو من مطرح نمیکنم، این که واقعا جهنمی که گفته شده که درستی گفته شده، من دارم این یکی از ارکان قدرت ایجاد میکنه این برای کسانی که باور میکنن به جهنم، برای اون کسی که این پیام را آورده، از این طریق بر اونا میتونه اعمال قدرت بکنه، اگه این کارو بکنید چنین میشه، جهنم میرید، اگه پیرو من نباشید جهنم میرید، اگر به جهاد میگم نرید به جهنم میرید. حالا بنده و شما اگر اینو باور کرده باشیم در ما اثر میذاره دیگه. پاور یعنی چی؟ یعنی اینفلوئنس، یعنی شما قدرت دارید که وقتی که میتونید منو تحت تأثیر قرار بدید، منو به کاری برانگیزید. حالا این انواع اقسام داره دیگه، یه وقتی که این چیزو هفتی رو میذارید دم شقیقه من این یه جوره، ولی یه وقتی که یک اعتقادی رو تو دل من میکارید که دیگه این منو روان میکنه. بعدها البته این شکل به هر حال افراطی میتونه پیدا بکنه، میتونه عرض میشود که به خرافات آلوده بشه، هزار چیز دیگری. در ابتدا هم بله این بوده، من شکی ندارم، و اتفاقا یکیش مثلا در خود اسلام این خیلی زیاد بود که در مسیحیت هم حتی قیامت نزدیکه. این خیلی از آیات تو قرآن هست و بعدها اینا معانی دیگری پیدا کرد. مسلمین در همون قرون اولیه عیناً مثل مسیحیان فکر میکردن چیزی به قیامت نمونده، چیزی نمونده. یسالونک عن الساعت ایان مرساها، بارها از پیغمبر میپرسیدن قیامت کیه، و مولانا رو فقط اینجا میخواست که یک چنین توضیح لطیفی بده که زو قیامت را همی پرسیدند، که از قیامت تا قیامت راه چند، با زبان حال میگفتی بسی، که از محشر هش را پرسد کسی. گفت من خودم قیامتم، شما دیگه از من اومدین قیامت صبح، خودم قیامت کردم، محشر کردم. خب این البته یک تفسیر لطیف عرفانیه، ولی خب روایت از پیامبر نقشو که انا و ساعت که هاته، من و قیامت اینجوری کنار همین، یعنی به زودی قیامت خواهد آمد. این ماجرا در مسیحیت بود، چیزی نمانده که مسیح دوباره ظهور کنه، سکند کامینگ خیلی نزدیک بود. خود کسانی که در عصر مسیح با ایشان بودند و بعد از غیبت او یا بر صلیب رفتنش، اینا منتظر بودند دوباره برگرده و اینا ببینند و اون به اصطلاح دیواین کینگدم، اون ملکوت الهی در روی زمین به قرار بشه. در خود تشیع اینطوری بود دیگه،
اینا انتظار نداشتن که غیبت امام زمان انقدر 1400 سال طول بکشه. اینا میگفتن 20 سال، 40 سال، 50 سال میاد دیگه. به همین دلیل هم به شیعیان میگفتن که آقا پول خمس و غیرتون رو زیر خاک دفن کنید، به کسی ندید، خود آقا میاد میدونه اونا کجاست، میده برمیدارید. مدام خب هی به تدریج این طول کشید، طول کشید، طول کشید، دیدن خب نه اینجوری ها نشد. یادم یکی از دوستان من که روحانی بود نقل میکرد از آقای خلخالی، خلخالی مشهور، فیمس یا این فیمس خلخالی، نقل میکرد میگفتش که وقت صحبت امام زمان پیشش بود گفت به جان خودم نمیاد، تا قیامت هم نمیاد. این اعتقاد این آقایون بود، اما به مردم اینجوری میفروختن. توجه میکنید؟ گفت نمیاد، لحجه قومی، تا قیامت هم نمیاد. اینطوری حالا غرضم این استش که این اصلش خب بله اصلی داره، در خود انجیل هم هست، البته به اندازه قرآن در انجیل سخن از جهنم نرفت، ولی چند جا هست حضرت عیسی که دچار عذاب سوزان خواهید شد، وجود داره این، یعنی یه ریشه، یه واقعیتی داره. اما بعدن این بستی که پیدا کرده و بعد تا آقای قاضی و علامه طباطبایی که گرز به سر اون زن بیچاره زدن که موی دخترش سفید شد و اینا رو گفتم به دو چشم رو، یکی این که میگید خرافه است که البته خرافه است، ولی اینا ارکان تحکیم قدرت است. هر چی شما بیشتر بترسی به نفع اون دین دستگاه منده، بهتر اطاعت میکنی. شما مطرح کردین که مردم به طور جنرال از آزادی فرار میکنن و میخوان که براشون تکلیف بشه چه کار بکنن، تکیه بکنن، برای اینکه دوست دارن مسئولیت کمتری رو دوششون باشه. کاملا خب میکسنس میکنه توی جوامعی که خیلی عامی هستن یا نمیخوان، مردمی که نمیخوان بکنه یه چیزی پیش برن، و یا جامعه‌ای که مثل خودتون فهمیدین کورپوراسیون جنا خیلی قدرت دارن و مردم عامی رو میتونن اینجوری کنترل کنن. ولی مثالش رو برای آلمان که زدید، خودتون هم گفتین که خب جامعه که این همه فیلسوف توش بوده، این همه آدم هایی که باشه توش بوده، چطور تن در دادن و گفتین به خاطر این بوده که از آزادی خوششون نمیاد و اینجوری از مسئولیت فرار میکردن. ولی خب تو اون وقتی که آدم نگاه میکنه تو جامعه آلمان میبینه که باور حرف هیتلر یا خودشون رو سپردن به مسیری که هیتلر میبرد، عملا مسئولیت خیلی بیشتر برشون آورد، چون وارد جنگی شدن که خودشون کلی کشته دادن. میدونستن جنگ دیگه، جنگی بود که شروع کردن و تا آخرش میخواستن برن، و آدمایی هم نبودن که کورکورانه بخوان این کارو بکنن، آدمای باسوادی بودن. واقعا همین بوده، فرار از آزادی بوده که هم به اطاعت از هیتلر دادن. ببینید حالا اینکه یه قومی فیلسوفان بزرگی داشتن معنیش این نیست که لزوماً خودشون همه خیلی باسوادن یا فیلسوفن، متفکرن، نسسریلی اینطوری نیست. من اتفاقاً تجربه‌ام از تدریس تو از دانشگاه آلمان این بود که خیلی دانشجوهای خوبی هم ندارن اتفاقاً، و اونجوری انتظار من اصلاً این نبود، ولی حالا از اینا بگذاریم. آقای اریک فروم اینو فقط در مورد هیتلر پیاده نمی کنه، اون یک مصداق از این امره، یعنی همین مکتب فرانکفورت و آدورنو و هورتایمر و همین آقای اریک فروم و حتی هابرماس که مالی اینا همشون دنبال این حرف دیگه، من همه حرف رو میزنم، منطقه این دفعه نه هیتلر، میگن دیکتاتورهای دیگه ای تو جامعه به اصطلاح آزاد اینجا ها ظهور کرده که عمدتاً هم همین دستگاه های تبلیغاتی رو میگن، میگه اینا عقول مردم رو تسخیر کردن و مردم خودشون رو به اینا سپردن. تلویزیون به شما چی میگه؟ نام فلان دستگاه به شما چی میگه؟ همون کار رو اینا دارن میکنن. یا حتی مثلا تو همین کشور، حالا در آلمان شاید کمتره چون اونجا لایسیته بیشتر. خب شما ببینید در رأی دادن تعداد زیادی از اینا 50 میلیونشون خودش رو به کلیسا سپرده بودن دیگه. رفتن طرف جناب بوش. اون اصلا کلیساها رو بسیج کرد که تونست رأی بیاره دیگه. یعنی این قصه وجود داره، اینطوری نیست که مردم همه وقتی آزادی رو بهشون میدی استقبال بکنن، بیشتر میگن که به دیگری تکیه بکنیم، بار مسئولیت رو که دیگه بکشه ما آسوده تر باشیم. این در همه شؤون زندگی دیده میشه.
منتها فرم عوض میکنه. دین یکی از اون فرمای خوب این استش که آزادی شما رو میخره، میگیره، در عوض چکار میکنه؟ به شما خیال آسوده میگه جواب مسائل رو ما میدیم، شما جواب خدا رو ما میدیم، دیگه شما چی میخواین دیگه؟ دیگه راحت بهشتتون، جهنمتون، همه چیزتون. گفت یه کسی با من کتابی نوشتن جواب حافظ و سعدی رو دارم، گفت جواب خدا رو کی میدی؟ ولی خب جواب خدا هم اون آدمی که دینه بلده بده. یک چنین چیزیست و این رو شما فقط بازم میگم، وقتی چنین شرایطی پیدا شد، کسی که در فکر کسب قدرت خیلی راحت میتونه، و اون مفتش اعظم به عیسای دروغین همین رو گفت، گفت که تو اشتباه میکردی، ما مردم رو اداره کردیم نه با خیال آزادی بلکه با گریز از آزادی، و گفتیم به ما تکیه بکنید. بعد ما اینا رو تعمیدشون میدیم، قتلشون میدیم، میگیم به بهشت میرید. با سلام، تشکر. سلام. ببخشید اسم این چپتری که گفتیم که همین مفتش اعظم، گراند انکویزیتر، اگه انگلیسیشو میخونیم، فارسیش هم هست البته. بله. شما تو این کلاس از قدرت دینهای دیگه هم صحبت خواهید کرد غیر از اسلام و مسیحیت؟ من نه، حقیقتش بعدش هم خیلی من به این ادیان هم تکیه نمی کنم خدایش، مگر اینکه توی تاریخ بریم، بیشتر تاریخ اسلام و مسیحیت رو خواهم گفت. بله، من با اون آشنا ترم. بله. راجبه پیامدهای ارگانایز ریلیجن صحبت کردیم، حالا پیامدهای جوامعی که حالا آزادی ها رو، یعنی آزادی، یعنی افراد رو آزاد میذارن، میگن خب هر جوی بده خاصه میکن، اون آرامشی که حالا اون آرامش جورای فیکی که اون آرامش که اون ارگانایز ریلیجن ها مردم میدادن همیشه در تاریخ، و دیگه اونو ندارن توی همچین جوامه. حالا پیامدهای این جوامه چی خواهد شد؟ خیلی چیزا میشه، حالا در وقتش باید صحبت کنیم. میبینید که سوالی که همین دیگه سالها سلام مطرحه، مسئله معنی زندگی. میبینید معنی زندگی دقیقا از وقتی پدید اومد که ارگانایز ریلیجن ضعیف‌تر شد، مردم در پرتو اون ادیان زندگیشون معنی داشت، واقعا تعریف شده بود، خیلی خوب بود، دنیاشون، آخرتشون، خداشون، نمیدونم سعادتشون، شقاوتشون، همه چی، خیلی چیزی کم نداشتن، و خب میدونستن چرا اومدن به دنیا، چرا میرن، کجا میرن، خیلی با آدم آثارش می و آرامش میده. وقتی اینا برداشته شد، همه این سوالا ایجاد شد که خب ما اینجا چی میگیم، برای چی اومدیم، چه کار باید بکنیم. زمان به دست خودمون افتاد. البته به قول اون آقای کازانووا و اینا پابلیک ریلیجن، یعنی چیزای شبه ریلیجن درست شد، برای اینکه همین آرامش ها رو، یعنی ریلیجن های کاذب به اصطلاح پدید اومد، که حالا کاذب هم که میگیم یعنی از دید به حال صاحبان ادیان دیگر. علی‌ای حال این جامعه البته یه حکم دیگری داره، جامعه ای که دین در او حاکمیت نداره، کلن داستانش داستان دیگریست، ما الان نمیخوایم به او بپردازیم. یه مقدارشو من تو اون بحثای قبلیم راجع به سلوک دینداران در جهان جدید بیان کردم، که جهان جدید که پشت به دین کرده تا حدودی، این چه جور جهانیست و دینداری در این جهان چه حکمی و چه شیوهی دارد، اونجا اگر نشنیدید میتوانید اونجا بشنوید. بله. دومین جلسه از جلسات بحث در نسبت دین و قدرت رو آغاز میکنیم. قبل از اینکه به بحث اصلی وارد شویم، چون این روزها 25 سالگرد وفات مرحوم مهندس بازرگان است، میخواستم فقط نامی از ایشان ببرم و ذکر جمیل ایشان رو در اینجا مطرح کنم و درودی به روح اون بزرگوار بفرستم و همگان رو از چنین ذخیره گرانقدری که تاریخ کشور ما داشت آگاه کنم، تا نسبت به او ادای دینی کنیم، یاد او رو زنده بداریم و در شیوه ها و روش های
دینداری و سیاست مداری او هم بیشتر بیندیشیم. دیشب خوشبختانه جلسه متین و با شکوهی در باب مرحوم بازرگان بود در اروان. من هم شرکت داشتم، چند کلمه سخن گفتم. اگر به نوار اونجا دسترسی پیدا کردید و مایل بودید میتوانید گوش بدید. تنها نکته ای رو که از بحث دیشب میخواهم اینجا به سمع شما هم برسانم همین بود، قصه رو با سخن رو با داستانی از مولانا آغاز کردم و گفتم که در دفتر پنجم مثنوی آمده است که در عهد بایزید، بایزید بسطامی، عارف نامدار ایرانی، کسانی نامسلمانی رو به اسلام دعوت کردند و از او خواستند که بیاید و مسلمان شود. او در جواب گفت اگر مسلمانی این است که بایزید دارد، من طاقتش رو ندارم، اما اگر این است که شما دارید، من رغبتش رو ندارم. و بعد مولانا به ما میگوید که مؤمن آن باشد که اندر جزر و مد، کافر از ایمان او حسرت خورد. شخص مؤمن آن است که چنان ذوب در ایمان و آرمان خود شده باشد و چنان مجسمه صداقت و پاکی باشد که حتی نامؤمنان و کافران و منکران هم آرزو کنند که ای کاش مثل او می بودند. من بسیار دیدم کسانی رو که در نسبت با مرحوم بازرگان چنین آرزویی داشتند که ای کاش چنان توفیقاتی نصیبشون می شد و از چنان شخصیت متوازنی برخوردار می بودند که در خلوت، در جلوت، در منصب قدرت، پایین منصب قدرت شخصیتشون عوض نشود، پابند با آرمان و ایمان خود باشند و به عهدی که با خدا کرده اند همچنان وفادار بمانند. چه وقتی که تحت زحمت ها و رنج ها و حمله ها و دشنام ها و بیمهری ها قرار می گیرند و چه وقتی که اقبال خلایق رو می بینند. باری آرزو میکنیم اولا برای روح اون بزرگوار رحمت و رضوان خداوند رو و ثانیا اینکه به عنایت الهی در تاریخ ما این گونه بزرگان نادر جایشون خالی نماند و ما ناامید از این خاک بلاکش نشویم و باز هم چنین درختان تنومند و برومندی در خاک تاریخ ما برویند. رحمت الله علیه. خب وارد بحث پیشین بشویم. دو هفته فاصله افتاده است. یادآوری میکنم که ما چه گفتیم و به کدام سو روانه ایم. باز هم تکرار میکنم سخن ما در باب دین دستگاهمند یا ارگانایز ریلیجن بود و هست. اونچه که به باورهای باطنی آدمیان و اعتقادات درونی اونها مربوط است در اینجا محل کلام ما قرار نمی گیرد. از وقتی که دین به صورت یک دستگاه در می آید با همه مشخصات و لوازم و مقتضیاتی که دارد، در مسیحیت این دستگاه مندی بسیار بسیار برجسته و آشکار بود و هست. در اسلام هم گرچه همیشه گفتند که ما کلیسا نداریم و کلیسا نداشته ایم، اما حقیقت این است که روحانیت داشته ایم، روحانیتی که در افت و خیز بوده، گاه قوی گاه ضعیف، و علی ای حال می توانسته بالقوه به یک دستگاه بزرگ روحانی و مقتدر تبدیل بشود و امروز ما شاهد چنین تبدیل شدنی هستیم. یعنی از قضا اسلام در ایران به سوی نوعی دستگاهمندی مسیحی پیش می رود، ولی شرح این رو من در جای دیگه گفتم و بعد انشاءالله در ضمن این مباحث هم به اون اشاره خواهم کرد. در دوره قاجار روحانیت ما
گرچه یک پایه قدرت نبود ولی حقیقتاً قدرت بزرگی داشت و در موارد بسیاری به صورت یک مانع و حاجبی در مقابل پادشاهان عرض انداب میکرد و میتوانست راه رو بر فرمانی سیاستی ببندد یا راه رو بر فرمانی و سیاستی بگشاید. مطلقاً بی اثر و بی تفاوت و بیهوده و کل عدم نبود. همه ما واقعی رژی رو شنیده ایم وقتی که مرجع بزرگ شیعی فتوا داد که تنباکو کشیدن حرام است و در واقع در مقابل یک سیاست ناصری و قاجاری ایستاد و پیروز هم شد و قدرت روحانیت رو نشان داد. در دوران مشروطه به هر حال روحانیان از کسانی بودند که سهم بزرگی در پیروزی و در شکست مشروطه داشتند و توانستند اعمال قدرت و نفوذ بکنند. در حال حاضر هم که از حرم الشمس است و حاجت به توضیح ندارد. در مسیحیت این دستگاهمندی بسی عظیمتر، باشکوهتر، پرجلالتر، مقتدرتر و پرنفوذتر بوده است. البته دستگاه کلیسا هم همیشه بر یک منوال نبوده، بستگی داشته شاه چگونه باشد یا پاپی که بر سر کار می آید چگونه باشد. گاه قدرت بیشتر رو پادشاه اعمال می کرد، گاه پاپ. حتی چنان که می دانید مواردی بود که پاپ ها به دست پادشاهان اسیر شدند. برای مدتی مسند پاپی از روم بیرون رفت، حدود 70-80 سال در آوینیون فرانسه بود. چند پاپ در اونجا و همه تحت اشراف سلطنت پاپی می کردن تا دوباره بازگشت به روم. مواردی بود که در آن واحد 3 پاپ حکومت می کردن و مدعی مرجعیت دینی بودند و با هم در رقابت بودند تا نهایتاً این رقابت ها فرو نشست و دوباره دستگاه کلیسایی منسجمتر و متحدتر شد. اونها هم افت و خیز خود رو داشتن، گاهی در حضیض بودن و گاهی در اوج، اما من حیث المجموع یک دستگاه مقتدر و زینفوز بودند. این دستگاه مقتدر و زینفوز در حقیقت از قرن 4 مسیحی آغاز به کار کرد، وقتی که کنستانتین پادشاه امپراتور بزرگ روم رو فتح کرد. از اونجا به بعد بود که مسیحیت نه دین رسمی روم بلکه دینی شد که آزادانه میتوانست مورد عمل قرار بگیرد. تا قبل از آن دین ممنوعی بود و کفار، بیدینان یا مشرکان رومی و یونانی دینشون دست بالا رو داشت و مسیحیان تحت تعقیب و آزار و تهدید و قتل و شکنجه بودند. اما از قرن 4 به این طرف آزاد شدند، اما اینقدر اختلافات میان اونها زیاد بود و یکدیگر رو متهم به اصناف اتهامات میکردند که خود جناب امپراتور کلیسا رو امر کرد، گفت بنشینید و حرفتون رو یکی بکنید. و به این سبب یک شورای بزرگی در اوائل قرن 4 در جایی که اکنون ترکیه هست برگزار شد. خود امپراتور هم در اونجا حضور یافت. یک ماه این شورا طول کشید در سال 400-325 و از 20 می تا 20 آگست یک ماه طول کشید و امپراتور حضور داشت تا اینها نهایتاً حرفشون رو یکی کردن. ولذا یک کلیسای منسجم پدید آمد، کلیسای روم، روم غربی. کلیسای روم شرقی هم در اون طرف بود، بعدها اینا البته از هم جدا شدن، و از اون طرف قدرت امپراتور. این دو قدرت دست در دست هم و در کنار هم زندگی می کردن و هر دو هم قدرت بودن به معنای واقعی. پیامبر اسلام وقتی که در مکه ظهور کردن، مورخان سخن بسیار گفتند که چرا اعراب با ایشون مخالفت کردند. من دیدم اونهایی که مذاق مارکسیستی داشتن میگویند که پیامبر در نظم اقتصادی
قبائل مکی تغییراتی به وجود آورد و اعراب اون رو بر نمیتافتن، مزایایی داشتن، مداخلی داشتن، از پردهداری کعبه، از بازرگانی که بین مکه و شام داشتن و امثال اینها. و پیامبر رباخاری رو فی المثل ممنوع کرد و شیوه های دیگری آورد. اینها تحمل نمی کردن و در مقابل پیامبر ایستادن. تبیین های دینی هم وجود داره که پیامبر توحید رو آوردن، بت پرستی رو برانداختن و خب بدیهی بود که بت پرستان و مشرکان این شیوه رو نمی پسندیدن و با ایشون در افتادن. اینها همه درسته، یعنی نمیتوان گفت نادرسته. من میخوام بر اونها چیزی بیافزایم. مهمتر از همه به نظر من این بود که پیامبر اسلام و اسلام به صورت یک قدرت ظهور کرد و قدرت‌های مستقر در جزیره العرب این قدرت تازه رو بر نمیتافتند. البته اون قدرت‌های مستقر در جزیره العرب که شکل قبائلی هم داشتن، هر کدام تکیه به بوتی می کردن، هر کدام سنتی داشتن و با اطاعت از اون بوت همبستگی و سولیداریتی پدید آورده بودن و مهمترین اشکالشون هم به پیامبر اونطوری که قرآن برای ما میگه این است که اجعل الالهت آلهت الهن واحدا، این آقا آمده و میخواد همه خداها رو یکی بکنه، بگه یک خدا، اون هم خدای من، یعنی خدای پیامبر، و بیاید زیر چتر او و زیر پرچم او این خدایان متعدد رو فرو بگذارید و دست از اون قدرت‌هایی که زیر لوای این بت‌ها برای خودتون فراهم آورده اید بکشید. براشون غیر قابل قبول بود. چرا پیامبر یه قدرت تازه عرضه کرد؟ به همون دلایلی که نوبت قبل گفتم که ادیان چگونه قدرت می شوند، از اطاعت شروع می شوند. شما وقتی که قومی رو داشته باشید که اینها 100% مطیع شما، مرید شما هستند، متعصبند برای شما، پیروی می کنند، حاضرن به خاطر شما سیلی بخورن، حاضرن شکنجه بشن، حاضرن جان بدهن و کشته بشوند، این یک نیروست و تعداد اینا هرچه بیشتر بشود شما نیرومندترید، اون چرا که پدید آوردید نیرومندتر است. و این قدرت ها وقتی با هم درگیر شدن، خب البته بخت یار پیامبر بود. ما خیلی تفسیر زمینی میکنیم، فعلا از خدا و تأییدات الهی سخنی در میان نمیاریم. بخت یار پیامبر بود، به هر حال ایشون پیروز شد و همینطوری هم پیروز نشد. مرد مدبری بود، مرد سیاستمداری بود، مرد جنگجویی بود و با ایمان بود، به حرف خودش 100% ایمان داشت، سستی نمی‌ورزید و اونها هم فهمیده بودن که با یه موجود متفاوت مقتدری روبرو هستن. خب سخنش هم به هر حال گیرا بود و در میان مردم مؤثر افتاد. همین یکی از نویسندگان مسلمان فرانسه نشین به نام مرحوم محمد ارکون که 19 سال پیش وفات کرد، ایشون در باب اسلام فراوان نوشته است. در همین زمینه او هم نکته‌ای که آورده این است، میگه همین بلاغت قرآنی از نقاط قوت پیامبر بود. با سحر بیان مردم رو مغلوب میکرد، مقهور میکرد. این رو شما دست کم نگیرید. یک سخنران قوی یک مرد نیرومند است و اگر بخواد از این نیرو استفاده کنه میتوانه. یک نویسنده قوی، روشنفکران میتوانند قدرتی بشوند. اینکه البته ارکون فراتر از این میره، قدری میگوید که بلاغت کلام قرآنی اونقدر زیاد بود مثل یک نور درخشنده‌ای که به شما اجازه نمیدهد، نمیگذارد که به اون ابژه خوب خیره بشوید و ببینید که زیر اون نور چه چیزی رو میبینید. اینطور شما مسحور میشوید که حتی نمیپرسید که این گوینده چه گفت، این نویسنده چه نوشت، معقول است، معقول نیست. زیبایی کلام، سحر کلام چنان شما رو مسحور میکند که حتی از درون مایه او سوال نمی کنید، ولی احساس می کنید که زیر یک هیمنه ای و سلطه ای قرار گرفته اید. ارکون این رو میگه. حالا هر چه که بود، این در پیامبر بود و توانست به شیوه های مختلف
خود او هم البته سخنران درجه اولی بود، حتی از پیامبر نقل شده است که اعطیت و جوامع الکلم، خداوند به من سخن گفتن جامع رو یاد داده است، یعنی وقتی که حرفی میزنم همه جوانب رو مد نظر دارم و همه چیز رو پوشش میدهم، ناقص سخن نمیگم. باز هم میگم همه اینها رو شما از دیدگاه قدرت، تحلیل قدرت نگاه کنید، وجوه تحلیل های دیگر هم داره، ولی یک چنین شخصیتی خب توانست جا باز کنه و به سرعت خود او هم میخواست که یک قدرتی باشه، یعنی یک درویش خانقاهی نبود که بگوید که ما آمده ایم و سخنانی داریم و تا خواهم راجع به خداوند با شما حرفی بزنیم، آمدید سوی ما، آمدید نیامدید نیامدید، این حرفا نبود. میدونست که قدرتمنده و میخواست که این قدرت رو ابراز و اعمال بکنه، حتی دنبال گسترش قدرت خود بود. در سال آخر زندگیشون ایشون خب به طرف فلسطین و به طرف بیزانت یعنی امپراتوری روم شرقی حمله بود، جنگ تبوک که جعفر طیار در اونجا کشته شد، البته حمله ناموفقی بود و ایشون برگشت، اما پیروان پیامبر درس خودشون رو گرفتن، خط خودشون رو گرفتن و بعد از پیامبر این حملات رو ادامه دادن و کشورگشایی کردن، یعنی فهمیده بودن که این پیامبر چنان که خودش میگفت من پیامبر قائم به سیفم، من با شمشیر اومدم، حرف تنها نمیزنم، عمل هم میکنم، جنگ هم میکنم، قدرت خودم رو هم گسترش میدم و داد و این کار رو کرد. حالا ما بپسندیم، دیگران بپسندن یا نپسندن، ایشون به صراحت گفت که پروژه من اینه و من پیش میرم. ابن خلدون در نوشته های خودش میگه که در مقدمه میگه پیامبر اسلام تنها پیامبری بود که حق داشت با شمشیر مردم رو زیر سلطه خودش بیاره، پیامبران دیگه این کار رو نکردن، این تنها پیامبر بود. خب او را از کجا میگه؟ از خود مشی و روش عملی پیامبر اسلام. مردی بود که قدرت رو میخواست، قدرت رو میشناخت، قدرت رو کسب کرد، قدرت رو گسترش داد و درس قدرتمندی و اقتدار طلبی رو به پیروان خودش داد و اونها هم بعد از او واجد یک قدرت و شوکتی شدن و این قدرت رو پراکندن، یعنی به اینجا و اونجا. بارها برای شما گفتم 20 سال از وفات پیامبر اسلام نگذشته بود، تقریبا تمام اونچه که ما امروز خاورمیانه مینامیم توسط اعراب فتح شد و تا دروازه های امپراتوری روم شرقی رفتن، پاره هایش هم تصرف کردن مثل فلسطین، اردن، خود شخص خلیفه دوم عمر به اونجا رفت و سپاهیان رو تقویت کرد. بعد از خلیفه دوم در زمان عثمان، در زمان امام علی و غیرهم این فتوحات ادامه داشت تا کل دوره امویان، و امویان وقتی که دورانشون به پایان رسید یک امپراتوری بزرگ رو تحویل عباسیان دادن و عباسیان از اون پس بود که دنیا به کامشون شد و توانستند که به صورت یک نیروی فوق العاده مقتدر در پناه اندیشه اسلامی در تاریخ ظاهر بشن و برای قرنها تا هنگام حمله مغولان و هولاکو خان و کشته شدن آخرین خلیفه عباسی در قرن هفتم، اینها پایگاهشون، خیمه و خرگاهشون برپا بود و قدرتشون مستقر بود. بعد از اون بود که تکه تکه شدن و بقیه داستان تاریخی. باری پیامبر اسلام نهادسازی کرد، یعنی خوب نهادهایی رو به وجود آورد که میدونست از این نهادها قدرت برمیخیزه، یکیش همین نماز جمعه، یکیش همین حج، همه اینها از جنس اجتماعات هم هست، یعنی مردم جمع میشن در کنار یکدیگر، نه اینکه به تنهایی در خلوت عبادت بکنن، نه، کنار هم قرار میگیرن. من بارها بر خدمت شما گفتم که ما دو اسلام داریم، اصلا دو دین داریم، اسلام معرفت، اسلام هویت. اسلام معرفت اسلامی است که به شما دکترین ها و عقاید رو میآموزد که هممون میدونیم توحید هست، عدل هست، نبوت هست و غیره و بسی چیزهای دیگه. اما یک بخش دیگه اسلام هویت است، یعنی اون که رسما دستگاه اسلامی است، دستگاه کشوری است،
یک دستگاه قدرتمند است و این اسلام دومی از مردم چندان ایمان نمی طلبد، بلکه اطاعت می طلبد، تسلیم می طلبد. نوبت قبل هم گفتم که امام علی گفت که من اسلام رو برای شما تعریفی می کنم که تا کنون نشده است. الاسلام هو التسلیم. اسلام یعنی تسلیم. خب یه وقت است که شما تسلیم خدا میشید، اون نام واقعیش ایمانه. اما یک وقت است که تسلیم دستگاه حکومت و قدرت سیاسی میشید، اون نامش واقعا اسلامه. بسیاری از کسانی که زیر سلطه خلفا، عباسیان، امویان، دیگران قرار گرفتن، اینا اسلام آوردن، یعنی تسلیم شدن، یعنی به قانون مملکت و به شیوه حکومتی و به فرمان خلیفه و غیره تسلیم شدن و چاره‌ای هم نداشتن، اهم از مسلمانان و غیر مسلمان، و زندگی میکردن. در دلشون چه بود؟ مؤمن بودن، مؤمن نبودن، منافق بودن، یعنی مطرح نبود، محل کلام نبود. عمده این بود که زکاتشون رو بپردازن، عمده این بود که به شرایع و قوانین مملکتی در حدی که اون روز میتوان گفت قانون بود عمل کنن و تخلف و تخطی نکنن. مثلا مست توی کوچه ها روان نشوند، عرض می شود که آشکارا دزدی نکنند یا چنین و چنان، روزخاری نکنند. این اسمش تسلیم بود و تسلیم معنای غیر از این نداره، یعنی در مقابل یه قدرت شما تسلیم میشید و از او البته خب کسب امنیت میکنید و سایر انتظاراتی که از حکومت ها دارید. لذا مسلمانی در واقع گسترش اسلام بود، نه لزوماً گسترش ایمان. آیه قرآن رو هم برای شما خوندم که می‌فرمود که قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. تعدادی از این اعراب میگویند که ما ایمان آورده ایم. به اونها بگو نه، شما ایمان نیاورده اید، شما اسلام آورده اید و ایمان هنوز وارد دلهای شما نشده است. قولو اسلمنا، بگید اسلام. ولما یدخل الایمان فی قلوبکم، خیلی مهمه. قرآن یه عده رو که ایمان ندارن میگه شما مسلمونید، میگه اسلام آوردید. خب این چه اسلامی است که با ایمان همراه نیست؟ این همون اسلام، این اسلام در مقابل قدرت، تسلیم در مقابل قدرت حاکم که خب ازشون هم بیش از این نمیخواستن. عرض کردم شبیه اونچه که در این کشورها همه میبینیم، قانونیست، شما در دل هرچه دارید دارید، اما در ظاهر باید به این قوانین ملتزم باشید و دستگاه حکومتی رو مورد نفی و اعراض قرار ندید. یکی از مهمترین احکامی که ما در اسلام داریم که بیش از هر حکم دیگری نماینده اسلام هویت است و نماینده اقتداری است که قرار است مستقر شود و این اقتداری که نباید شکسته شود، کدوم؟ حکم قتل مرتده. البته این فقط در اسلام نیست، در یهودیت هم بود، در مسیحیت هم بود. خب این خیلی نکته مهمی است. من البته الان به اصطلاح علی مبنا صحبت میکنم، یعنی تردید و جدال نمی کند با اینکه آیا واقعا چنین حکمی داریم یا نداریم. در قرآن البته نیامده است، ولی فقیهان به قوت معتقدند که این حکم جاری است، هم فقیهان شیعی، هم فقیهان اهل سنت. مسیحیان هم که در این باب کولاک کردند، محشر کردند و به کمترین چیزی کافر رو، منکر رو، ملحد رو، مرتد رو می سوزندند. در یهودیت هم که احکام قلاز و شداد در تورات آمده. خب این واقعا به چه معناست؟ این یکی از همون پایه‌های قدرت دینی است. یعنی کافی نیست که شما مؤمن باشید، باید اونی رو که قدرت حاکم میگه بگویید. بسیاری از این کسانی رو که اعدام کردن به نام مرتد، اینا واقعا مرتد نبودن، اینا قصد برانداختن دین نداشتن، مخالفت با دین نداشتن، فهم دیگری از دین داشتن. اون کسی که میامد و به اصطلاح متهم به ارتداد میشد، خیلی مثلا در مورد خداوند چیزی میگفت، در مورد قرآن، منظورش این نبود که اینا رو براندازد، منتفی کنه. میگفت به نظر من قرآن این رو میگه، به نظر من خدا فلان صفت رو داره، نه فلان یکی.
شما میدونید چه مقدار جنگ شد، زندان رفتن افراد حتی از بزرگان، برای اینکه میگفتن این قرآن مخلوق نیست، چون دستگاه حاکم میگه قرآن مخلوقه، مخلوق خدا نیست و از قدیم از ازل با خداوند بوده است. و بعدن هم یه عده دیگه اومدن گفتن که نخیر قرآن مخلوق است. هر دو هم با هم نزاع داشتند و قصه طولانی است. غرضم این است که قتل مرتد، اینایی که به اسم ارتداد کشته شدن، واقعا بعضیاشون شاید مؤمن ترین مؤمنان بودن، مسلم نبودن، یعنی تسلیم قول حاکم نبودن، و اونها که دلشون رو نمیتونستن بشکافند. توجه میکنید در روایات داریم غزالی نقل کرده میگوید که آمدن پیش پیامبر کسانی و گفتن که ما کسانی رو دیدیم که اینها اظهار اسلام میکردن، اظهار مسلمانی، ولی ما میدونستیم که اینها در دلشون باور ندارن، لذا ما اینها رو کشتیم. پیغمبر به اونها گفت حلا شققت قلبه، مگه دلشون شکافته بودید ببینید چه خبره؟ شما به همین ظاهر باید قبول کنید. به همین دلیل هم هست که یک کسی که دو کلمه میگه من مسلمانم قبوله، بیا تو، بیا جزوی نیروهای ما، همین، ما به قلبش کاری نداریم، همین که میگه من مسلمانم عضوگیری میشه. ولی همین آدم اگر خواست رخنه ای در این حصار بیفکند و اظهار کند که من رفتم بیرون و از این طریق ضعفی و سستی در این نهاد به وجود بیاورد، با بدترین مجازات ها روبرو خواهد شد. در مسیحیت هم همینطور بود. اینها فقط از دیدگاه قدرت و اقتدار قابل تحلیل است. یعنی ما به شما اجازه میدیم کافر باشید، هر گناهی میخواید بکنید، اشکالی نداره. حالا من از آقای جان لاک اینجا جملاتی رو برای شما خواهم خوانم، از اولین کسانی بود که در این زمینه ها به صراحت سخن گفت. ما همه گناهانتون رو تحمل میکنیم، فقط یکی، اون که با این نهاد در افتید، یعنی بخواید سوراخ کنید این کشتی رو، یه جوری پای غرق کردن او بایستید، اقتدار او رو بخواید از او بستانید. در شرع هم همینطوره. ببینید گناهان، گناهانی که ظاهرند اشکال دارند، گناهانی که شما در خلوت انجام میدید، خودتون هستید و با خدا، حتی بعضیا گفتن اونا شاید گناه نباشه. گناه یعنی نافرمانی آشکار، به طوری که هیبت اون فرمانده رو بشکند. شما جلوی روی کسی بایستید و او به شما بگوید که چنین کنید و شما آشکارا بگوید نمی کنم، زیر بار امر تو نمی روم، این گناهه. اما اگر رفتید و در خلوت به طوری که کسی متوجه نشد، بعضی ها گفتن حتی اون گناه محسوب نمیشه، یا اگرم گناه محسوب شد خیلی راحت آمرزیدنیست به مثل، خدا از او میگذره. اما یک شعر عربی هست که اتباقا عاشقانه هم هست، ولی خب از قول معشوق به عاشق خودش میگه کل ذنب لک مغفور سوى الاعراض عنی، همه گناه های تو بخشیده است مگر این که به من پشت کنی. این یکی نمی شود. در قرآن هم ما داریم که همه گناهان آمرزیده است مگر شرک به خداوند، شرک آشکار به خداوند. یعنی چی؟ یعنی شکاف افکندن در اون نهاد. یعنی شما دارید اینجا تقسیم می کنید، تجزیه می کنید و یک سستی نهانی و نهادی پدید می آورید. طبعا در انجیل هم هست از وسط عیسی که همه گناهان شما بخشیده است مگر اینکه روح القدس را انکار بکنید، اون یکی رو خداوند نمی بخشد. توی تمام این ادیان شما میبینید یک گناهانی که کاردینال سین، گناه کبیره مهم محسوب میشن، اونهایی هستن که در اقتدار اون نهاد و اون دستگاه رخنه می افکنند، اون رو تضعیف میکنند. بقیه گناهان گناهان و این که نباشن، مخصوصا گناهان اخلاقی، ولی بخشودنی هن، شخص میتواند توبه بکنه. اما این یکی مجازات دنیوی داره، یعنی شخص رو به قتل میرسانه. حتی فقیهان ما میگن که شما اگر توبه کنید بگید غلط کردم که انکار خدا کردم، انکار اسلام کردم، میگن ممکنه خداوند توبه شما رو بپذیره،
ولی ما دست از سر شما بر نمیداریم، باید حتما شما رو بکشیم. درسته؟ خب این داستانها رو که دیگه ما فراوان شنیدیم. ببینید من تمامش رو از این دیدگاه دارم میگم که شما پاره از احکام فقهی رو هم اگر مورد تأمل قرار بدید میبینید که اینا هیچ نقشی ندارن جز هویت سازی، و اگر با این هویت سازی شما در افتید، پایه های رو بخواد سست بکنید، اونگاه باید منتظر بدترین مجازات ها باشید. و الا حقیقتا یعنی از لحاظ واقع بینی و عقلانی اگر یک کسی واقعا به این نتیجه برسد که خداوندی نیست، یا شکاک بشود و تردید پیدا بکند در وجود خدا یا نه، قطعا و مسلما خداوند رو مجازات نخواهد کرد، برای اینکه تمام تعلیمات دینی به ما میگوید که روایت خیلی مهمی در اصول کافی است که خداوند با مردم به مقدار عقولشون رفتار خواهد کرد. خب حالا عقل بنده اگر نرسید، من نکشید عقل من، نتوانستم اون خدایی رو که ادیان معرفی میکنن بپذیرم، نتوانستم، پذیرفتنی نیفتاد برای من، خب خدا از جون من چی میخواد؟ خداوند با مردم در کافی هست. انما یداق الله الناس، اینه که از استادان فلسفه ما میگفت، من چند بار از او شنیدم و حفظ شدم، انما یداق الله الناس یوم القیامت علا قدر ما آتاه من العقول فی دار دنیا. خداوند مداقش یعنی سختگیریش با مردم به اندازه عقلیست که به اونا داده. ابن سینا رو شاید جور دیگری مورد محاکمه قرار بدن و حتما هم همینطوره، تا بنده، تا اون یکی دیگه ای رو، تا اون شخص روستایی که خبری از جایی نداره، همه رو که یکسان. لذا اصلا کفر و ایمان اونچنان نیست که خدا روی اونها مجازات بکنه. این مجازات ها دنیاییست، به دلیل همون قصه قدرت که گفتن. اصلا حتی کفر، ما وقتی که میگیم ما دو جور کفر داریم، یک کفر واقعی داریم، یک کفر فقهی. تمام اونچه که راجع به کفر گفته میشود در میان ما، اینا کفر فقهیه. یعنی فقیهان میگویند که او مسلمان نیست. اگر کسی مسیحیه خب کافره دیگه، اگر کسی یهودیه کافره، اگر کسی هیچ دینی نداره کافی، هر کی کافر، هر کی نامسلمانه، این کفر فقهیه. این اون کسی که کافره یعنی نامسلمانه، مؤمنه به دین خودشه، مؤمنه، ما او رو کافر میدونیم، فقط خارج از چی؟ از دایره اسلام. ای بسا که از نزد خداوند هم موجود مقبولی باشه و خداوند پاداشش رو بده. حالا ای بسا که نه، تا به قرآن مراجعه کنید صریحا به ما میگوید که مجوس، یهودیان، مسیحیان و سابعان پیروان حضرت یحیی بودن، اینا رو خداوند پاداششون رو خواهد داد. و ما یفعلوا من خیر فلن یکفروه، هر کار نیکی که بکنن پاداشش از اونها دریغ داشته نمیشود. بنابراین این کفر و ایمان واقعی نیست، این کفر و ایمان فقهیه. از اون طرف یه نفری که همین به ظاهر میگه مسلمانم، یا توی خانواده مسلمان به دنیا اومده، شما ببینید این رو ما مسلمان حساب میکنیم، و ولو اینکه هیچی از اسلام ندونه، ولو اینکه یک حکم از احکام اسلامی هم در عمرش عمل نکنه، ولو اینکه حتی شهادت رو ادا نکنه، این مسلمان شمرده میشه. غیر از اینه، و اتفاقا همین آقا یا خانومی که این چنینه، اگر اومد و فردا گفت من از اسلام رفتم بیرون، میکشنش. همین اسلام علکی، سستی، ارسی، جبری، محیطی، خانوادگی، این چه معنا داره؟ چه معنا داره؟ معناش همینه، شما جز نیروهای ما بودی، نیروهای ما بودی، داری پشت میکنی به ما، داری لگد میزنی به ما، فقط از چشم قدرت شما باید به نگاه کن. و الا واقعا یک کسی که هیچی از اسلام نمیدونه، فقط توی خانواده از یه پدر مادر مسلم دنیا اومده، این رو ما مسلمان حساب بکنیم، تمام احکام اسلامی در رو باره، ولی کسی که این چنین نیست، ما او رو کافر بشماریم و گمان کنیم که مغضوب خداونده. نه، اینطورا نیست.
این آقای ریچارد داکینز که خب سرسلای زیادی به پا کرده و کتاب دیلیوژن آف گاد و غیره اونا نوشته و همچنان که میدونید، ایشون یکی از حرفایی که تو کتاب زده و چند جای دیگه هم در سخنرانی هاش گفته و من شنیدم، میگه اصلا این چه رسمیه، چه معنی داره که یک کودکی که توی خانواده یهودی به دنیا اومده همون روز اول میگه یهودیه، توی خانواده مسیحی بود اصلا روز اول میگه مسیحیه. میگفت مگه ما اگه یک کسی، یه بچه‌ای توی خانواده لیبرال به دنیا بیاد هم روز اول میگیم لیبراله؟ ما که نمیگیم، میگیم بذار بزرگ شه، بالغ بشه، عقل رس بشه، چهار تا کتاب بخونه، چهار تا کلاس بره، بعد حالا اگه پذیرفت لیبرالی رو یا نه. یا یک کسی توی خانواده مارکسیست به دنیا بیاد روز اول مارکسیست، راست هم میگه، ولی منطق این کار رو درک نکرده. منطق این کار این است که این دین با قدرت عجین است و بر قدرت مبتنی است و هر یه نیروی براش یه سربازه، هر یه بچه‌ای که تو خونه به دنیا اومده از همون روز اول یه سربازه براش. ول نمی‌کنه، نمیگه که شما صبر کن تا 20 سالت بشه و مطالعه کن و بعد ببین ما راست میگیم راست نمیگیم، خواستی بیا نخواستی نه، نه این حرفا نیست. ببینید بودیزم اینطور نبود، بودا از او منقول است، گفت هر کس مرا 6 بار انکار کرد بار هفتم دیگه پیش من نیاد. نگو بکشینش را، گفت دیگه بار هفتم مسخره که نیست، به هر حال دیگه تصمیمشو بگیره. ولی گفتم بنابر روایات فقهی در اسلام اینطوری نیستش که شما 6 بار انکار کنی بار هفتم تازه بگن نه یا برو برو خونتون، نه اینطوری همون بار اول گریبان شما رو میگیرن، همون بار اول به حساب شما میرسن. در مسیحیت هم همینطوره. در مسیحیت تامس آکواین است در نوشته های خودش که بزرگان کلیسا، بلکه بزرگترین بزرگ کلیسا در واتیکان رو میگن داکتر، دکتر. ایشون میگوید که آره ما اگر کسی از مسیحیت رفت بیرون حتما مجازاتش میکنیم و میکشیمش. فیلسوف بود، متکلم بود، درجه اول. منتها او حرفش این بود، میگفت چنین کسی عهدی رو که با خدا بسته میشکند. دین عهد است، عهدی رو که با خدا بسته می شکند. خب قبول، فرض کنیم این چنین باشه، سوال این است که خب چرا کسی که عهدش رو شکست باید بکشینش؟ خب ببینید باز شما باید از همون منظر نگاه بکنید، همطور که عرض کردم اینا همش خود حضرت عیسی که میگن با قدرت و سیاست کاری نداشت، اینطور نبود. اخیراً چند تا کتاب در آمده، قبلاً هم اینطور میگفتن که حکومت رومیان که عیسی رو به دار کشید، اینا مسئله فقط این نبود که ایشون یه دین تازه آورده، گرچه که در تا وقتی زنده هم بود معلوم نبود اصلا ایشون دین تازه آورده یا نه. یه عده اصلا گمانشون بود یکی از یهودیانه و یهودی بود عیسی علیه السلام. تا 30 سالگیش دست کم جز یهودیان بود و همه احکام یهود رو عملی میکرد، به کنیسه میرفت و با روحانیان یهود نشست و برخاست داشت. این اواخر بود که یه چیزای تازه میگفت، اونم نگفت من یه دین جدید آوردم، اصلا و ابدا. خب چرا رومیان او رو به دار کشیدن؟ یه دی معتقدن که عیسی شورشی بود و پیروان خودش رو میگفت که زکات مالیات به حکومت روم نپردازی. از اینجاها درگیری آغاز شد. حتی اون جمله مشهور عیسی که در انجیل هست که گفت کار خدا رو به خدا بسپارید و کار قیصر رو به قیصر بسپارید، که خیلی خیلی مشهوره، این تو این جمله خیلی سیاسی بود. عیسی رو در معرض یک آزمونی قرار دادن، یه سکه رو آوردن پیشش، گفتن که ما مالیات به دولت روم بدیم یا نه. ایشون گفت اون سکه رو بدیم من نگاه کنم. سکه رو دید، گفت رو عکس رو این سکه عکس کیه؟ گفتن عکس قیصره، عکس سزاره. گفت خیلی خوب دیگه، حق او رو به خودش ادا کنید. یعنی به نحوی سیاست مدارانه از اینکه بگوید ندهید اونجا در رفت. ولی شما میدونید که پدروان او اینجور نبود که پادر عالم سیاست نگذارن و ببوسند و کنار بذارن، قویاً وارد عالم اقتدار شدن. و موسی هم که خب از اول با فرعون در افتاد دیگه، خیلی روشنه دیگه. به هر حال یک به اصطلاح جریان کاملا سیاسی
در مقابل اقتدار فرعونی براه انداخت و صریحا با او درگیر شد و گفت که میگی من ربکم الاعلا، و حال نه تو خدا نیستی، خدا اون نیست که من میگم. و بعدم گفت ارسل معی بنی اسرائیل، رفت و نیروهای خودش بنی اسرائیل رو برداشت و از زیر یوغ فرعون بیرون برد، آمد به طرف کنعان یا فلسطین امروزی که البته عمرش وفا نکرد و وارد فلسطین و معبد نشد، اما پیروانش یعنی یوشع وارد شد و بعد از اون دیگه سلطنت داوود و دیگران و نظام پادشاهی یهودیان اونجا گسترده شد تا وقتی که عیسی ظهور کرد و گفته شد که آخرین پادشاه یهود است الی آخر. ببینید من اینها رو عرض میکنم برای اینکه توضیح تاریخی داده باشم که ادیان به صورت یک قدرت ظهور کردن، حتی در مورد پیامبری مثل عیسی علیه السلام که گفته می شود کاری به قدرت نداشت و گویی یک زاهد خلوت نشین بود، مطلقاً اینطور نبود و آثار و جوانب و ابعاد سیاسی کار اینها رو از این گوشه و اون گوشه میتونید ببینید و به دست بیارید. منتها در مورد پیامبر اسلام این از همه واضح تر است، یعنی هیچ جای تردید نداره، ایشون هم جای تردید برای کسی به جا نگذاشته. و اون دفعه هم برای شما گفتم اعرابی که پس از پیامبر اینجا اونجا میرفتن از مردم ایمان نمیخواستن، از مردم اسلام میخواستن، یعنی تسلیم میخواستن، میگفتن بیاین زیر سلطه ما. چرا باید زیر سلطه فلانی باشید یا فلانی؟ اونا چه حقی دارن؟ چه مشروعیتی دارن؟ ما هم به اندازه اونا، فقط ما زور اون الان از اونا بیشتره. همین دیگه. چون اگه یادتون باشه در گذشته که تقسیمات مملکتی وجود نداشت، حکومت‌های انتخابی نبود، زمین‌ها، سرزمین‌ها دست به دست می‌گشت بر حسب اینکه چه پادشاهی، چه قدرتی، چه نیروی داشته باشه و کجاها رو بتونه بگیره. همین روم بسیار مقتدر، همطور که می‌دونید امپراتورشون در قرن سوم آقای والریان چی شد؟ اسیر شاپور اول در ایران شد، با ساسانیان دائما جنگ و نزاع داشتن. این آقای والریان که از سوی اسیر شاپور اول شد، این شاپور اول ایشون رو نکشت، نه زندانی کرد و نه پس فرستاد، هیچ کدوم. این رو برده خودش کرد و هر وقت میخواست سوار اسب بشه به ایشون میگفت دلاشو رو پاشو میذاشت رو پشت او، میرفت روی اسب میشه. تا آخر عمر با این امپراتور اینجوری رفتار کرد. خب زمین‌های رومیا رو می‌گرفتن، سر زمین خودشون می‌انداختن. همین مصر وقتی مال ایران بود، همین اردن و فلسطین مال ایران بود، همینطوری دست به دست می‌گشت. گفت دریاب کنون که دولتت هست به دست، که نعمت و ملک می‌رود دست به دست. لذا اصلاً معنیش این نبود که یه سرزمین مال یه قومیه، و همین دلیل هم می‌گفتن مملکت، یعنی مال ملک، مال ملک یعنی مال پادشاه، مال مردم نبود. هر کی زورش میرسید یه تیکه رو میگرفت و زمیمه میکرد به خاک خودش. مسلمان ها که احساس قدرت کرده بودن، عربا گفتن برای چی ما اینجا ذلیل بنشینیم؟ که شاپور دوم که بازم پادشاه ساسانی بود، خب این عربای بدبخت رو از شونهشون تناب رد کرده بود، شاپور زلکتاف میگفتن، و برای چی اینجا بشینیم؟ احساس میکردن حالا زورشون میرسه، یک همبستگی پیدا کردن، میتونن انتقام اون ایام قدیم رو بگیرن که تو سریخور رومیا بودن، تو سریخور ایرانیا بودن، حمله کردن از شمال و جنوب و شرق و غرب و خب پیروزی ها زیاد هم به دست آوردن، اما نه برای گسترش ایمان. اصلا ما در تواریخ داریم که تا 100 سال ایرانیان مخصوصا در همون حوالی شمال ایران، یعنی تبرستان و مازندران اونجا، اینا زرتشتی بودن، اینا مسلمان نشدن، کارشون هم نداشتن، به تدریج اینا مسلمان شدن، یعنی مؤمن شدن. ادیان این چنین ظهور کردن با قدرت. سر قدرتشون رو عرض کرده بودن، یکیش مسئله اطاعت هست. شما وقتی که یه قوم مطیع پدید می آورید، اینا به شما قدرت میدن، و اگر شما در پی اعمال قدرت باشید البته از اونا استفاده میکن. دومین نکته ای که در موردش گفتم ترس بود، نه فقط ترس سیاسی. خب البته از نیروی نظامی شما، کسانی که نیروی ندارن میترسن، ملاحظه میکنن، ولی نه، یه ترس عمیق درونی،
که اگر از ما اطاعت نکنید فقط ما نیستیم، خدا هم یقه شما رو میگیره. من به شما عرض کردم بسیاری از تعلیمات دینی برای القاء ترسن. این ترس خیلی نقش بزرگی داره در اینکه آدمی رو مطیع و خاضع بکنند، از درون خاضع بکنند. همچنان که از درون مؤمن کردن و مطیع کردن سودمنده، از درون هم شما رو بترسانند. من این رو خب برای شما بارها گفته بودم که قرآن کتاب خشیت هست، کتاب عشق نیست. نه اینکه مخالف عاشقی و محبت هست، ولی خوف و خشیت در قرآن بسیار پررنگتر از چیه؟ از عاشقی و محبت است. و گفته بودم که مثنوی کتاب عشق است، عشقنامه است، مولانا پیامبر عشق است و خودش رو به صفت پیامبر عشق خوانده است. این نیمه شبان کیست؟ ز محراب رسیده، چو سیلاب رسیده، پیغمبر عشق است و ز محراب رسیده. این کیست چنین قلقله در شب؟ مولانا نمیخواست دین بیاره، نمیخواست قدرتی ایجاد بکنه. با عشق، با محبت اون قدرتی ایجاد نمیشود که با ترس میشه ایجاد کرد. ولی پیامبر اسلام میخواست این کار رو بکنه. بودیزم نمیخواست قدرت ایجاد کنه. ظاهرا ما این چنین میفهمیم، اونچه که تاریخ بودیزم این رو نشان میده. ولی ادیان اینطور نبودن و پیامبر اسلام هم در صدر همشون. از نیچه برای شما نقل کردم، میگفت پیامبر اسلام، البته او در مقام تحسین پیامبر اسلام میگه، پیامبر اسلام مرد قدرت بود، قدرت رو میشناخت و دنبال میکرد. ترک دنیا تو کار او نبود. این که مسیحیان میگفتن دنیا بده و طرفش نرید و انزوا و خلوت و ریاضه، میگفت نه نه نه، اون آقا اینو درست فهمیده بود، اصلا این حرفا نداشت. و جمله مشهور پیامبر که روحانیت امتی الجلوس فی المساجد، روحانیت امت من نشستن تو مسجده، نه نشستن توی غار و توی کوه جداگانه که هیچ صدایی نه به اونها برسه نه صدای اونها به کسی برسه، کنار هم بنشینن، اجتماع، گروه، قانون، قانون قدرت پدید بیارن. در مسلمانی خب همین قصه پدیان. پیامبر اسلام به هر حال این چیزا رو میفهمید و میشناخت و عملی هم کرد، اما با عشق نه، اما با ترس. چرا؟ شما میتونید. همین این ترس افکندن. بسیاری از خرافات دینی که واقعا خرافاتن، یعنی افزوده شدن، اینا بر مبنای ترس به وجود اومدن. شما ببینید بیشتر این حرفایی که راجع به عالم قبر میزنن، من اون دفعه براتون یه حکایتی نقل کردم که اون دختری که موهاش سفید شده بود و غیره، که همین که شما میمیرید و گرز شروع میشه و بعد نمیدونم در سیاهی قبر با شما چکار میکنم، منزل اول کدام، منزل دوم کدام، روز قیامت چشه. بیشتر اینها برای ترس دیگه. اصلا شخص رو واقعا از فکر کردن میترسونن. من بارها تو کلاس خودم به دانشجوهای خودم گفتم که دانشجویان گرامی، دخترها، پسرها، فکر کردن حلال و حرام نداره، فکر همش حلاله. گفتم مخصوصا این مثال رو میزنم، گفتم مثل خواب دیدن میمونه. ما خواب حلال و حرام که نداریم، بالاخره خواب میبینیم دیگه، دست ما نیست. فکرم همینطوره. گفتن ملا نصرالدین رفت محکم کشیده زد تو گوش بقال سر کوچه‌شون، گفت فرمون بنو شده تو دیشب چه حقی داشتی به خواب من اومدی؟ خب ببینید، به خواب کسی رفتن که اختیاری نیست، ولی خیلی ها میترسونن. واقعا همینطوره. من اگر اینجوری فکر کنم، نکنه خدا دوست نداره، نکنه کافر بشم. این فکر کجا اومده؟ این ترسا چرا؟ این ترسا واقعا از دین نیست، اما حول دین پدید آمده است. بسیاری از افراد که فکر نمی کنند، تا دو کلمه چیزی میگن استغفر الله فلان، ملاحظه میکنن، میگن شاید خدا دوست نداره ما این فکرها رو بکنیم، شاید ما نهایتاً گمراه بشیم در اثر این افکار. از فکر کردن شما کسی رو بترسونید، بالاترین ترسه. از تعقل شما کسی رو بترسونید، بالاترین ترسه. و خیلی از ادیان موفق شدند که یک چنین ترس درونی قوی رو در دلها بیافکنند.
که این اعتقاداتی که از بچگی به شما یادن همین رو نگه دارید، تکون ندید، دست نزنید و الا جهنمی میشید. آخه کی گفته این رو؟ از کجای قرآن و شریعت میاد بیرون؟ اما شما ببینید از این پخشتر و گسترده‌تر ایده‌ای وجود نداره. کی گفته اونی که از بچگی من یاد دادن لزوما بهترین حرفا بوده، درست‌ترین حرف؟ کی گفته اینو؟ کدوم تضمین؟ ولی نه، اونا نباید دست بخوره و لذا اصلا فکرش هم نکنید. این سخنی که هابز میگفت و البته به طعن میگفت ولی حقیقتا درسته، هابز فیلسوف مشهور انگلیسی، فیلسوف سیاست بود البته، میگفت دین مثل یک قرصی میمونه که نباید به جوید، هم تو باید قرص بدی. این در واقع شیوه متدینان دیگه که اعتقادات رو زیاد زیرو رو نکنید، سر به سرش نگذارید، هم مثل یه قرصی قرص بدید بده پایین تموم بشه بره، چون اگر زیر دندون به جوید مزه تلخ شورش بعدش ظاهر میشه، ممکنه بیرون بیافکنید. همینطوری چشمتون هم بذارید و ببلعید و تمام. این در واقع رفتار متدینان است، من اینو دارم میگم. این رفتار متدینان که بسیار آمیخته با ترس است، نه ترس فیزیکی لزومن، ترس عقلانی، اینا پایه های اقتدار دیانت ها رو تشکیل میدادن. باز نوبت گذشته براتون گفتم، الان تقریبا دارم اونا رو شرح میدم همراه با نمونه های تاریخی. یکیش گریز از آزادی بود و گریز از مسئولیت. وقتی که شما خودتون این بار سنگین مسئولیت رو به دوش نکشید، مسئولیت از آزادی برمیخیزه، انسانی که آزاد نیست و مسئولم نیست، مسئولیت مبتنی بر اختیار. شما این اختیارتون رو و از همه مهمتر اختیار فکر کردنتون رو به دست کسی دیگری میدید، میگید تو به جای من فکر کن، تو به جای من عقلت رو به کار بینداز و بیا به من بگو و هر چی بگویی از نظر من مقبول و مطاع است. یک چنین تکیه‌گاهی اگر شما پدید بیارید، حالا یا در خیال یا در عالم واقع، یک چنین وجود متکی به غیر، نه بر پای خود ایستاده، دست به زانوی خود گرفته، بلکه دائما چشم و گوشش به دهان کس دیگری که به او بیاموزد، به او خط بدهد، نشان بدهد و در دوراهی ها و چند راهی ها به او بگوید که کدام سو رو بگیرد یا برنگیرد، مخصوصا وقتی یه دستگاهی بالای سر شما باشه، من عمدتا بر اونش کار دارم، این دستگاه حرکت های شما رو محدود کنه، اون دستگاه به شما بگوید این چنین نیندیش، دستگاهی که تبلیغ مستمر و مؤثر که ذهن شما رو چنان مشغول و مشوش کند که شما جور دیگری نتونید اصلا فکر بکنید، نه فقط اون رو گناه بنامه، بلکه اصلا راه‌های آلترناتیو رو بر شما ببندند. این تبلیغ، میدونید تبلیغ از جنس علت، از جنس دلیل نیست، این نکته یادتون باشه. ما وقتی که برای یک کسی استدلال میکنیم دلیل میاریم، بسیار خوب، ممکنم هست بتوانیم او رو قانع کنیم، این میشه کار معرفتی. اما تبلیغ یعنی یک فکری رو تو ذهن یک کسی کاشتن، نه با استدلال، با یه شیوه های دیگری، اون دقیقا اسمش تبلیغه. حالا اون شیوه دیگه همه چی میتونه باشه، میتونه روزخونی باشه، میتونه صدای خوش باشه، میتونه تکرار اینقدر به شما بگن که دیگه شما زله بشید، بالاخره مغزتون با اون فکر خوب بگیره. میتواند محیط و تلقین و تقلید باشه، اینا هیچ کدوم از جنس استدلال نیست، اینا از جنس علته. درست مثل اینکه مثلا شما رو بیهوش کنن، مثلا یک چیزی بکارن تو مغز شما که وقتی شما بیدار میشید بیهوش میاد فکر دیگری پیدا کرده باشید. خب این که استدلال نکردن با شما، دستکاری کردن تو مغز شما. تبلیغ همین کارو میکنه، تلقین همین کارو میکنه. و این که میدونید جزء الهی تزرزای دستگاه های دینی است یا دین های دستگاه مند است که اندکی از امور دینی استدلالی توی به خورد متدینان میره، اکثرش تبلیغی و تقلیدی است که غیر معرفتی است، علتی است نه دلیلی. شما اطراف خودتون رو نگاه کنید،
یک درست مثل یه پادگان، شما یه پادگان رو در نظر بگیرید یا یه حزب سیاسی رو در نظر بگیرید، چی کار میکنه با اعضای حزب؟ در یه پادگان با سربازها چه میکنن؟ اونایی از شما که سربازی کردین و متاسفانه عمرتون رو یک و نیم یا دو سال به هدر دادید، یکیشون خود بنده، شخص شخیص بنده که اینجا نشستیم، خب خیلی خوب میدونید که سربازی دستگاه، یعنی اصلا نزاع ارتش دستگاه بردهداریه به معنای واقعیش. زمان شاه خب ما بودیم، حقیقتا ما که تو تاریخ فقط دستگاه بردهداری خوندیم، اما اونجا در عمل من این بردهداری رو به تمام قامت میدیدم، مجسم بود. اونجا که استدلال نیست، که اونجا اطاعت است فقط و فقط. شما از اون آفیسر، اون افسر بالا سر خودتون که دلیل نمیخواید که مثلا اونجا تو ارتش مشهور بود، میگفتن یه چوب رو اینجا بذارن شما ازش اطاعت بکنید، دلیل و اینها لازم نیست، شما فقط باید ببینید اون چی میگه و شما عمل کنید. اینکه چرا چنین چیزی، چنین قاعده‌ای رو شما وضع کردید، چرا مثلا سلام باید اینجوری داد؟ سلام مثلا تو تاریخ شده، وقتی من نگاه میکردم قدیما که خب خیلی با زره و این کلاهای خود تا اینجاهای خودشون رو میپوشوندن، وقتی که به کسی میرسیدن برای اینکه او ایشون رو بشناسه یه ذره این کلاه رو بالا میزد، اینجوری میکرد که اون طرف بشناسه، از اینجا اون سلام دادن رسم شد که دیگه الان توی همه جا هست. ولی این اصلا مهم نیست شما دلیل بیارید دلیل نیارید، بگید برای چی، باید اطاعت کنید. من در نوجوانی مقداری کشتی کار میکردم در یکی از این باشگاه ها و اینا، بعد رفته بودیم و بعد روی دوشک بالاخره ما رو جمع میکردن و میگفتن هر دفعه یه فنی و یه حیله رو یادمون میدادن و بعدم گفتن مشغول شید. خب ما مشغول میشدیم، همینجا این عقل من یه ذره زیرکی میکرد یا بگم که جسارت میکرد. ما یه دوست بار آخری کاری کردیم، بعد من رفتم پیش همون معلممون گفتم که آقا شما میاید این فن رو به ما یاد میدید و همه ما یاد دادید، حالا به ما میگه کشتی بگیر، هم من میخوام این فن رو بزنم هم اون میخوام این فن رو به من بزنیم، هر دوتا اون میدونیم به کار میخوایم بکنیم. این که نشد، باور میکنید من چند بار به اونو گفتم، اون فقط من میگفت آقا شما برو این کارو بکن. یک دفعه به من نگفت تو راست میگی، تو دروغ میگی، این چه حرفیه میزنی، یا مثلا بگی راست میگی، گفت آقا برو برو عمل کن، برو برو رو دوشک برو کار کن، یعنی اطاعت کن اطاعت کن. حالا اونجا که تازه چیز سربازی نبود، نمیدونم پادگان نبود، ولی در سربازی خب ما به وضوح این رو میدیدیم دیگه که باید اینطوری باشه. مرحوم شریعتی یه بحثی داشت تحت عنوان شیعه یک حزب تمام. ببینید این دیدگاه سیاسی اقتداری بود که به شریعتی میگفتش که تشیع رو یا حتی مسلمانی رو، خب البته تشیع رو عین مسلمان، به صورت یه حزب ببین. در حزب چه خبره؟ یک رهبر حزب وجود داره، البته مرامنامه داره و غیره، بعد شما ثبت نام میکنید، ممکن هم هست یه چون و چراهای ظاهری، ولی خب دیگه بنابر اطاعت هست دیگه، اصلا قدرت از اینجا برمیخیزه. چرا روشن فکرها هیچ وقت نتونستن یک مجموعه منظومه مقتدری پدید بیارن؟ چون حرف هم دیگر گوش نمیکنن. چرا این حکومت ما در ایران حریف روشن فکرها شد؟ برای اینکه اینا انسجامی ندارن، هیچ کدوم دیگری رو قبول ندارن، هیچ کدوم، و از این بگومگوها قدرت نمیزاید. قدرت هر کدومشون یه قطبن، یه رهبرن، یه خدان، و زیر بار دیگری نمیتونن برن، و به همین سبب هم کشمکش اینها گرچه شاید به نفع معرفت در جامعه باشه، اما تولید قدرت نمی کنه. تولید قدرت نمی کنه، بلکه قدرت طرف مقابل رو هم افزونتر میکنه، چون با فروکوفتن اینها میتواند به خودش احساس اقتدار بیشتری بده. البته روشنفکران از مسیرهای دیگری میتوانن قدرت اعمال بکنن، شاید بعداً برسیم بگیم، اما یک حزب نیستن، یک دین نیستن، یک مجموعه سیاسی متشکل منسجم نیستن، یک سازمان نیستن، هیچ اینا نیستن دیگه، یک قوم پراکنده ای هستند که هر کدوم برای خودشون دلی میکنن، بعدم کنار هم میشینن، اگه سه نفر باشن چهار تا
شاخه از توشون میاد بیرون. یعنی اینطور تفرق اصلا حاکم بر ماهیت اونهاست، در حالی که ادیان چون بنا رو بر اطاعت نهادند، بر ترس نهادند، به خوبی این مجموعه رو میتونن اداره کنن و سامان بدن، و اگر یک رهبر فهیم زیرکی هم باشه به خوبی میتونه از این استفاده کنه. حالا من میخوام معنای ولایت فقیه رو برای شما بگم. ببینید، ولایت اصلا به معنای وفاداری به رهبر است، معناش از ابتدا که در اسلام آمد، و این وفاداری به رهبر، وفاداری به رهبر قبیله بود. در واقع یکی از نویسندگان خیلی وارد در باب تاریخ تشیع مقاله بسیار خوبی راجع به ولایت و ولاء نوشته بود، دقیقا از همینجا آغاز کرده بود که در قبیله ها مفهوم ولاء وجود داشت، یعنی شما عضو مایی و وفادار به قبیله و وفادار به رهبر قبیله. بر مبنای این چی رو تعریف میکردن؟ میگفتن انصر اخاک ظالمن او مظلومن. خیلی این نکته مهمی است. اینو مرحوم آقای عابد جابری هم در کتاب خودش تکوین العقل عربی نوشته و در اونجا هم به این نکته اشاره کرده که این حرف چه التها و چرخش های پیدا کرد. معنای اون جمله این است: برادر خودت رو یاری کن، خواه ظالم باشد خواه مظلوم. یعنی همین که اهل قبیله توست نگاه نکن کارش درسته یا غلطه، طرفداری کن ازش. خب ببین همینه دیگه، قبیله این اسمش ولاء بود. ولاء بود یعنی شما طرفداری از قبیله و از رهبر قبیله و رهبر حزبتون میکنید، نو متروات، یعنی کاری ندارید به این که درست میگن یا نادرست. میگه بریم به جنگ فلانی، بریم دیگه. شما نه حق ندارید این وسط بایستید و بخواید که شکست در این سپاه بیفکنید، دیگه همه باید بریم دیگه، این اطاعت شرطه. خب این ولا از حالت ولا قبیلگی، ولایت قبیلگی وارد عالم دین هم شد. شما حتما شنیدید یه روایت خیلی مشهوری است که فراوان هم اهل سنت هم چه اینو نقل کردن که بنی الاسلام علی الخمس، اسلام بر پنج رکن بنا شده است، صلات است و حج است و زکات است و چهارمیش یادم نیست، پنجمیش و ولایه. و بعد به دنبال این هست و ما نودی به شیء مثل الولایه، و هیچ کدوم اینا اهمیت ولایت رو نداره، هیچ کدوم اونا اهمیت ولایت نداره. از این پنج رکنی که اسلام بر اون مبتنی است، مهمترین بزرگترین رکنش رکن ولایت است. شیعیان این روایت رو خب بدیهی است که آوردند و منطبق کردند بر اندیشه های شیعی امامی، گفتند منظور ولایت امامان است. با قسم حضرت عباس میشه گفت منظور این نیست، منظور ولایت است، یعنی وفاداری به رهبر ولایت است. حالا شما البته به نظر خودتون اون رهبر مقبول ائمه اطهارند، فاین، اشکالی نداره، ولی اصل این نبود، یعنی مصادیقی در کار نبودن. ما نودی به شیء مثل الولایه، یعنی ولایت در صدر قرار دارد، با ولایت مسلمانی محقق میشه، حتی اگر نماز نباشه، حتی اگر حج نباشه، اینا نباشه، ولایت وفاداری و تبعیت از رهبر تمام میکند کار رو. شما عضو این مجموعید، عضو این حزبید، سرباز این پادگانید و مقبولید. اون وقت در اون قبیله بهش میگفتن که شما حتی نگاه به خوبی و بدی نکنید، همین که هم قبیله شماست بدش رو هم خوب بدانید. خب گفت از صحبت دوستی برنجم که اخلاق بدم حسن نباید، عیبم هنر و کمال بیند، خارم گل و یاسمن نماید، کو دشمن شوخ چشم چالاک تا عیب مرا به من نماید. در عالم قبیلگی بد و خوب وجود نداشت. الان شما ببینید ما آیا واقعا خودمون اینجوری نیستیم؟ بدیهای خودمون رو خیلی بد نمیبینیم، اما حتی حاضر نیستیم خوبیهای دیگران رو ببینیم. این مرض تو خیلی ها هستا، فقط الان دینداران نیست، منتها من در اینجا دارم این رو تطبیق میکنم. الان توی ناسیونالیتی ها هم همین پدید اومده، یعنی نیشن ها، ملیت ها هم همین حالت قبیلگی رو پیدا کردن که خودی خوبه
ناخودی بده، حالا کارای ناخودی هرچی میخواد باشه، خوبیاش هم بده، بدیای خودی هم خوبه. این مشکلیستی که متاسفانه اون ایده های امثال ولایت همین رو تقویت میکنه. شما دیدید در شیعه مخصوصا اینا همش رو من از دیدگاه قدرت دارم بحث میکنم، ایمان های قلبی محل کلام من. در شیعه به شما میگن که هر گناهی بکنی اگر محبت علی رو داشته باشی شما بخشوده ای، نمیگن زیاد، اگر ولایت علی رو داشته باشی بخشوده ای. این سخنان رو فقط از اون چشم نگاه کنید که یه مجموعه دنبال قدرت داره میگرده، داره قدرت میخواد میخ اقتدار خودش رو بکوبه. این میخ اقتدار رو بر بسیاری از ارکان بنا کرده که اینها بود، و آخریش هم رکن مناسک و شعائر بود که نوبت گذشته گفتن. وقتی که شما مناسک رو پدید میارید، ببینید دین عشق مثل مولانا چه مناسکی داشت، یه سماعی داشت، اما این مناسکی که مخصوصا در اسلام هست خیلی زیرکانه و هوشمندانه است و مردم این چنین با هم جمع بشن. تشیع که از این حیث دیگه محشر کرده، یعنی ما به دلیل اینکه اقلیت بودیم در طول تاریخ، تاریخ اسلام، باید حفظ هویت می‌کردیم، و حفظ هویت یعنی حفظ قدرت می‌کردیم، نباید اجازه می‌دادیم که ذوب در اون ماجوریتی، در اون اکثریت بشیم. همین طور دور خودمون حصارها کشیدیم که هویتمون رو حفظ کنیم، و از درون هم کارهایی کردیم که این تماسک و این همبستگی رو در ما افزونتر بکنه. کلی از این مناسک شیعه، این اعیاد، این روزخانی ها، این که چهلوم، اربعین، عاشورا، عید قدیر و از آل بویه همه اینا شروع شد که پادشاهان شیعه بودن و بعد در صفویه اینا تقویت شد، اونا هم پادشاهان شیعه بودن. شما خیلی خوب میبینید که این اتفاقات چرا پدید آمده. و تولی و تبری که باز به ما گفتن جزء فروع دینه، یعنی از غیر خودی تبری بجویید و خودی رو تولی بجویید. تولی یعنی به اهل ولایت و زیر پرچم و رهبری که شما میشناسید. شما اگر میخواستید، حالا ما کاری به اون پیشوایان دین نده، اگر میخواستید یک مجموعه مقتدری بسازید چه کار غیر این کارا میکردید؟ از چه راهی میرفتید که غیر از این راه ها باشه؟ اگر در نظر داشتید که یه قدرتی بشید در این جهان در کنار قدرت‌های دیگه، بعدم حق خودتون ببینید این مطلب رو. ما هم واقعا اینجا بحثمون نیست که حقشون نبود، اگه دیگران حق دارن، اگه سلاطین، اگه امپراتورها، چرا یه پیامبر حق نداشته باشه که یه قدرتی ایجاد بکنه جلوی اونا هم بیسته؟ چرا؟ حق خودشون میدونستن، راهش هم بلد بودن، خیلی هم خوب این راه رو پیمودن. بعدم میگفتن که خب نه تنها سعادت دنیای شماست بلکه سعادت آخرت شما رو هم در پی خواهد داشت. بحث‌های بعدی ما دنبال این خواهد بود که پیامد این قدرت آفرینی چه بود. دین‌ها اگر عمدن یا غیر عمد این کار رو کردند، مجموعاً برای بشریت چه به ارمغان آوردند و محصول کار اینها، ثمره این درختی که کاشتن چه بود؟ انشاءالله با هم مرور خواهیم کرد. و سلام علیکم. با سلام خدمت اشرف استاد، مرد پهلوان و عیار ایران تاریخی و ما از این حرفا نداشتیم اینجا رو از این حرفا نداشتیم نه کشتی صحبت کردیم بله؟ از کشتی صحبت کردیم بودیم تموم شد. استاد، انتقادی که امروز برای مسلمان ها میشه خاطر پشکریان حضرت رسول که زیر سایه شمشیر دین رو گسترش دادن، دقیقا داعشیان هم امروز همین کار رو میکنن. در تاریخ آمده که پشکریان اسلام در هرات در 6000 نفر رو از تیغ گذراندن. فرق لشکریان داعش و لشکریان صدر اسلام از نظر شما در چیست؟ والا نمیدونم، من صدر اسلام هم اینایی که رفتن رو و این دین جدید رو بردن ظاهرا از این کارا کردن. حالا این که چقدر بوده، زیاد بوده، کم بوده، این اتفاقات افتاده. البته اگر جاهایی تسلیم می شدن خیلی ظاهرا کاری بهشون نداشتن، اما اگر در می افتادن
جنگ می شد و کشتار از روسو هم صورت می گرفت. اینا البته به ظاهر قوی تر هم بودن. این اتفاقات افتاده دیگه. خیر و شرش به گردن اون کسایی که این کارها رو کردن. ما نمیگیم کارهای خوبی کردن. من جاستیفای نمی کنم. من دارم اکسپلین می کنم. ببینید اکسپلینیشن به قول فرنگی ها با جاستیفیکیشن فرق داره. مثلا اگر این سقف رو بیاد ما جست اکسپلین می کنیم. یعنی چه شد؟ چه نیروهای از چه زاویه ای چگونه وارد شد که اما جاستیفای نمیگیم خوب شد که این سقف فرود آمد. اون جاستیفیکیشن یه مطلب دیگه است. یه وقتی که ما میگیم چرا عرب ها این کارو کردن، برای اینکه احساس اقتدار میکردن، برای اینکه قبلا از رومیا خورده بودن، از ایرانیا خورده بودن، حالا که دیگه زور تو بازوهاشون گره کرده بود روان شدن و واقعا همون همبستگی که پیغمبر بینشون به وجود آورده بود و همونی که به قول ابن خلدون دومین معجزه پیامبر بود بعد از قرآن، اتحادی که اینا پیدا کردن همینا خیلی کارا میتونن بکنن و از قضا مقارن شد با ضعف ایران، ایرانی که ظرف 2 سال 10 تا پادشاه عوض کرده بود. این تقارنهای میمون یا نامیمون اینا در کنار هم راه داد به عربا، رفتن جلو دیدن راه وازه، بازم رفتن جلو و خب خیلی جاها هم گرفتن. البته بی رسمی هایی هم صورت گرفت، بی رحمی هایی هم صورت گرفت. من به اوناش کاری ندارم، کاری ندارم یعنی نمیخوام جستیفای بکنم بگم نه خوب کاری کردن، یه کاری پادشاه های دیگه هم میکردن. من حرفم اینجا این بود، اینا اسلام رو بردن، یعنی تسلیم رو، نگفتن بیاین مسلمون شید، مثل ما مؤمن شید، مؤمن به نبوت پیامبر، گفتن زیر حکم ما بیاین. همین، مثل هر پادشاه دیگری، مثل هر پادشاه گفتن زیر حکم ما بیاین. ما اومدیم میخوایم سوار شما بشیم. چرا تا حالا رعیت اون پادشاه بودید، حالا بیاید رعیت ما بشید؟ ما شاید از اون پادشاه با شما بهتر رفتار بکنیم. یه همچه حرفایی هم زدن دیگه. بله این بود اتفاقی که افتاد. در ادامه صحبت ایشون شما چند بار تاکید کردین که دین حضرت محمد به دنبال قدرت بود، یعنی میخواست که اقتدار رو برای مسلمین و عرب اون موقع کسب کنه. من یه مقدار اینجا اینو کانفلیکت می‌بینم با صحبت اساتید دیگه مثل آقای عبدالعلی بازرگان که چند بار ازشون شنیدم که گفتن که در قرآن یا حضرت محمد یا اسلام حالا به طور کلی برای نیامده بود که حضرت محمد به قدرتی برسه یا یه حکومتی در جامعه اون موقع شکل بده و اگر این اتفاق افتاد و ایشون در صدر قدرت قرار گرفتن به خاطر اینکه اون جامعه خودشون انتخابشون کرد و خواستن که ایشون بشنه در صدر قدرت. و همینطور یک بار دیگه من یادمه که شما یکی از حرفای مرحوم آقای مهدی بازرگان رو خیلی پسندیده بودین که ایشون آخرای عمرشون فهمیده بودن که قرآن و اسلام فقط برای آخرت بوده و شما اینو تایید کردین و پسندیده بودین این حرفو. یه مقدار من اینجا بسن اینو ببینم چی بله. خوبه، سوال نیکویست، یعنی قطعا مربوط به بحث ماست. من البته اینجا چند بار یادآوری کردم و میکنم، ما در مورد ارگانایز ریلیجن اینجا داریم بحث میکنیم و ایمان قلبی منظور نظر ما نیست و همیشه این چنین شما نگاه کنید. من از یعنی فکر کنید که یه آتش فشانی یه جایی آتش فشانی کرده، مواد مذاب را افتاده و در راه خودش حوادث آفریده، یه چنین چیزی. یعنی دین را این شکلی نگاه کنه، از بیرون نه از درون. ما مسلمانیم، از درون به این دین نظر میکنیم. خب تعلق خاطر هم داریم، به هر حال در این خانواده ها پرورده شده ایم، ایمان هم داریم. اما از بیرون ساختمان، out of box به اصطلاح، شما نگاه کنید یه واقعه، یه حرکتی در یه گوشه دورافتاده مجهولی از این عالم، یعنی جزیره العرب که هیچی حساب نمیشد، یه مرتبه اتفاقی افتاد و به دنبالش هم اتفاقات عظیم و تولد یک تمدن تازه. از بیرون نگاه کنیم. اونچه که گفتند بزرگان و شما اشاره کردید، ببینید مبتنی بر چند تا آیه قرآنه. یکیش همین که انما انت مذکرون لست علیهم به مسیطر در سوره حاشیه است. الا من تولا و ذکر و کفر و یعذبه الله العذاب الاکبر الی آخر.
تو مذکری، یعنی به پیامبر میگه تو مذکری، یعنی آمدی به اینا یه حرفایی رو یاد بدی، یاد بدی همطوری، واعظی به تعبیر خودمون، پریچری، لسته علیهم به مسیطر، تو بر اینها قدرت نداری، سلطه و سیطره نداری. اینن همین تو بقید این از آیاتیست که این مسیطرش هم با سین هم با صاد نوشته شده، مثل صراط بغیرم کلمه غیر عربیست، ولی باری در قرآن جلس انما انت مذکرون لسته علیهم به مسیطر، تو بر این مردم سیطره و سلطه نداری، فقط واعظی، باید به اینها یه چیزایی رو یاد بدی. این مربوط به ایمانه، توجه میکنید اونجایی که میگه لا اکراه فی الدین مربوط به ایمان است، اکراهی در ایمان نیست، اصلا معنی نداره که من شما رو به زور مؤمن کنم، میتونم شما رو به زور تسلیم خودم بکنم، با زور خیلی کارا میشه کرد ولی ایمان نمیشه ایجاد کرد. This is for sure. پس ببینید وقتی به پیامبر میگه که چند جا به پیامبر این رو میگه که تو باید مایوس بشی از این که همه مردم مؤمن بشن، یعنی چی؟ یعنی این دست تو نیست، بالاخره بعضی ها حرف تو رو میپسندن بعضی ها نمیپسندن با انواع عوامل و دلائلی که داره، و تو هم به زور نمیتونی ایمان وارد قلب کسی بکنی. این که بارها تو قرآن هست که هدایت دست خداست، زلالت دست خداست، یعنی همین، یعنی دست تو نیست، خلاصش دست هیچ کس نیست، هیچ کس به زور نمیتواند کسی رو مؤمن کنه. میدونید ایمان ما همیشه گفتیم مثل عشق دیگه، به زور شما میتونید کسی رو عاشق کسی بکنید، بالاخره یا کسی عاشق میشه یا نمیشه، زورکی که نمیشه، اما به زور میشه به یه کسی گفتش که بیا واسه من برقص، بیا برای من شعر بخون، بیا به من اظهار عشق بکن، زورکی میشه این کارا رو، اما عشق قلبی که با زور نمیشه. ایمان هم لاف ورکه، یعنی یک چیز عاشقانه است، با اکراه و اجبار و سیطره و قدرت ایجاد نمیشه، ولی حکومت با قدرت ایجاد میشه، تسلیم با قدرت ایجاد میشه، کشورگشایی با قدرت ایجاد میشه. اون جایی که خداوند به پیامبر میگه که تو زور نداری و زورم نمی و نباید بگی، چون ایمان با زور حاصل نمیشه، اون ایمانه. اما اینکه تو بست قدرت پیدا بکنی، جزیره العرب زیر حکم تو بیاد، و یا خب اینکه پیامبر خب حتی آخرین وصایاش در بستر مرگ این بود که مشرکین رو از جزیره العرب بیرون کنه. جزیره العرب توش حق دارن مسیحی ها و یهودی ها و اینا بمونن، اما مشرکین نه، و بیرون کردن. این زور بود، این قدرت بود، این دیگه واعظ و وعظ اینا نبود که مشرکینشون گفت مشرک تو جزیره العرب نباید بمونه، اینا جزو آخرین وصایای پیامبر. این همون اقتدار نبوته، میگفت من این منطقه رو میخوام از این آدما پاک کنم، بت نماند، نمیدونم مشرک نماند، از این جور چیزا. اینا دیگه جنبه واعظی پیامبر نبود، بله او هیواز پریچر، به قول توینبی unpaid preacher، یعنی واعظایی که مزد نمیگرفتن برخلاف واعظ زمانه ما، ولی این در یه حدش بود. یک بعد دیگه هم داشت رسالت پیغمبر، همون که جناب ابن خلدون گفت ایشون حق داشت با سیف قیام بکنه، شمشیر رو خدا به دستش داده بود. توجه میکنید همین بود که شما در ابتدای کتاب کلیل و دمنه باب برزویه طبیب می‌بینید که نوشته الملک و دین تو امان، دین و حکومت و قدرت دو قلو هن، با هم به دنیا میان و با هم زندگی میکنن، این دوتا از هم جدا نمیشن، از دین و ملک تو امان جزو یکی از دیکتوم ها، یکی از حکمت های مهم گذشتگان بود، روایت نیست، یعنی این دوتا قدرت همیشه کنار هم دیگه، از این اون میزاید. یعنی عرض کردم شما اصلا لازم نیست از دین قدرت به وجود بیاری، به وجود میاد دیگه. و عرض سلام خدمت شما، خوشحالم در خدمت هستم. سوالی که من دارم هست که شما صحبتاتون عواملی که باعث اقتدار دین شد و مثلا اون آخر اشاره کردیم به ولایت فقیه، به ولایت، حالا به ولایت فقیه یه چهرش
میبینید به عنوان مثال مطرحش کردم، من خواستم ببینم که نقاط زوال، اگه قبول کنیم که هر قدرت یه زوالی را هم داره، شما نقاط ضعفی که باعث میشه مثلا یک همچین قدرتی زوال پیدا بکنه رو چی میبینید؟ پاشناشش چی هست؟ خب ایشالا شما از جلسه هشت و نهم به بعد بیارید. من راجع به زوال و اینها و چون قبل از زوال من راجع به قدرت، بعد مهار قدرت، اینها خیلی حرفا داریم بزنیم. ایشالا به زوالش هم میرسیم ایشالا، چون من حالا پیشا پیش بخوام برم تا اونجا و بعد در چند کلمه قصه تمام نمیشه ایشالا. ولی نکته نیکویست، من منظور خواهم کرد و جزء مباحث آتی ما ایشالا خواهد. ببخشید استخوانه هست، اختیار داریم. عرض کنم خدمتون که با تعریفی که از قدرت و دین کردید، الان میشه خیلی از حرکاتی که حکومت فعلی ایران انجام میده در قالب قدرت دین دید و حتی مشی پیامبر دید، و شاید این را هم بشیم گفت که روشن فکرها هر کدوم در زمان خودشون، چه مولوی، چه مرحوم بازرگان، چه شما، یه برداشت دیگه ای غیر از اون که هست میخواید به مردم بدید یا نه؟ البته در این که ما اگر بتوانیم و خدا کمک بکنه و عقلمون برسه مثلا یه برداشت دیگری بخوایم بدیم، خب همینه، به همین خاطر هم اینقدر مغضوبیم. ما هر گناه دیگری میکردیم همونطور که براتون گفتم بخشودنی بود، یعنی اما همین که شما تو ارکان یا قدرتی بخواید رخنه بیافکنید و سستی پدید بیارید، گناه کبیر است، بلکه اکبر کبائر است. به همین سبب هم من همیشه گفتم، اتفاقا اینو جامعه شناسان هم نوشتن، که کسانی که در یک جامعه دینی، یک مجموعه دینی، یه سکت تازه، یه فرقه تازه میآورن، اینا مغضوب‌ترین افرادن. بیرونی ها یعنی کافران رو اونقدر مغضوب نمی دانن که خودی ها رو، که یه وقتی خودی بودن حالا ظاهرا ناخودی شدن. اینا همون منطق قدرت است که من خدمت شما عرض کردم. و بعد درسته این ماجرا همینطوریست که شما میگید. این که حکومت کنونی ایران نه 99%، 100% هر کار میکنه برای اقتدار و حفظ قدرت، من به شکی ندارم. اگر شما شک دارید من ندارم. لذا از همون روز اول اینها مقابل خودشون نهادن که چی چیزی قدرت ما رو افزونتر میکنه و چی چیزی میکاهد. تمام رقبای بالقوه و بالفعل رو اینا حذف کردن از همون روز اولی که بر مصدر نشستن. چپی ها رو اون بدبخت ها بخری سهمی داشت میکنن، شما چی میگین اصلا این حکومت اسلامیه، برین دنبال کارتون. بعد ملی ها رو اونا رو هم زدن، بعد حجتیه رو اونا رو زدن، بعد نهضت آزادی رو اونا رو هم زدن، هر کسی رو به یه نامی اینا کنار زدن برای اینکه یک قبیله خالص از خودی ها درست کنه. و البته همچی چیزی پدید نمیاد، چون هرچی هم که شما اینا رو خالص میکنید باره در میون همونا دوباره دو دستگی ها و چند دستگی ها میفته. ولی مطابق منطق قدرت عمل کردن، یعنی با رقبای خودشون با بیرحمی تمام عمل کردن و هیچ آلترناتیوی رو هم نذاشتن سر بلند کنه. یعنی هر کسی رو که حدس می‌زدن یه روزی ممکن است که قبله‌ای بشود برای قومی قطبی بشود، در همون نطفه خفه کردن و از همون حالت جوانه‌ای نذاشتن گنچه بشه، گل بشه، برسه اصلا و ابدا. و همین دلیل هم الان شما می‌بینید در ایران علارغم نارضایتی که مردم دارن ولی اتفاق چندانی نمیافته، به سبب اینکه هیچ سری، هیچ قطبی در افق پیدا نیست که مردم دور او جمع بشن. چون ببینید اتفاقات پراکنده، خب پراکنده است و به حکم پراکندگی بی اثره، اما اگر یک کسی باشه، یه نیروی آلترناتیوی که اینها رو جمع کنه، مجتمع کنه، این انرژی های پراکنده رو کنار هم بنشانه، خب اون میتواند یک تهدید جدی باشه. ولی این نیست در عمل، برای که چنان قطبی و چنان نیروی جمع‌آوری کننده‌ای وجود نداره. هار فور بتر اور ورس، من کاری ندارم این خوبه یا بده، ولی در عمل اینه. منطق قدرت که حضرات این رو آموخت و آخرینش آقای موسوی بود، داشت یه آلترناتیوی متولد میشد به نام میرحسین موسوی در واقعه انتخابات سال 88 که خب به این صورت در آمد که
شما امروز میبینید. بله سلام. فرمودید که پیغمبر برای توسعه قدرتش لشکرکشی کرد، در واقع یه جور خونریزی انجام شد، ولی مسیح این کارو نکرد. یعنی ما نمیدونیم تو تاریخ نرسید، ایشون نرسید. حالا یه قولی رو از آقای خمینی جا نقل کنم، ایشون یه نمیدونم چه مبنایی میگو اگه مسیح هم میتونست همین کار رو میکرد یا رایشون گفتن دیگه، ولی نرسید. مسیح 30 سالش بود، اومد و یه صحبت هایی گفت و حالا به هر دلیلی در 30 و چند سالگی هم اعدامش کردن، رفت دیگه، اصلا فرصتی پیدا نکرد. بعدش هم مسیح با امپراتوری روم طرف بود، امپراتوری بسیار مقتدر روم، که به یه اشاره ای او رو بردار کردن و هیچ اتفاقی هم نیفتاد. پیامبر اسلام تو یک تقریبا خلاء قدرتی ظهور کرد و خیلی راحت تونست، راحت هم نه، ولی به هر حال توانست اینها رو سابدیو کنه، خاضع کنه نسبت به خودش و یه قدرت قاهره ای بر اونها داشته باشه. همونطور که مسیح شریعت نیاورد، برای اینکه در امپراتوری آمد که کلی قانون و مقررات داشت، احتیاج به مقررات، ولی پیامبر اسلام باز در یه جامعه اومد که جور بی مقرراتی اون جامعه رو باید میکشید، نه اینکه نبود، اونجا هم بود این مقرراتی، ایشون هم اونو تثبیت کرد، یه چیزایی هم اضافه کرد و به این ترتیب مجموعه پدید آمد. بله. در اون صورت هدف وسیله رو توجیه کرد در مورد اسلام، یعنی به خاطر اینکه یک قدرتی به دست بیارن که یک سری احکامی رو اجرا کنن، حالا چه اخلاقی چه شریعتی. آخه هدف چی بوده؟ ببینید هدف یکی این که اگه بخواین ایمان رو در دلها بکارن، نه اون کارها رو برای ایمان نکردن. من چند بار اینجا گفتم ببینید ایمان رو با اسلام شما فرق بگذارید، برای اسلام کردن، برای تسلیم کردن مردم فقط. بله ایمان همون پریچینگ بود، همونی که پیامبر میگفت. بله خیلی ممنونم. من خیلی خیلی سال پیش نمیدونم کجا خوندم که خداوند فکر میکرد که پیامبران اینو برگزی که خوب مثل موسی اینو که ما من میدونم، بعدها عیسی که با فاصله خیلی زیاد بود و بعدش هم حضرت محمد و بعد هم فکر کرد دیگه احتیاج نداره این کارو بکنه. این آخری چی بود که دیگه یعنی چی فکر کرد راجع به بنده هاش؟ چی فکر کرد راجع به مردم که گفت نه دیگه احتیاجی به این کار نیست؟ حالا من که توی کله خدا نبودم، خانم شما اینجوری هم من میپرسیم چی فکر کرد که یا در گوش من گفته یا من اونجا پیشش بودم. من چه عرض کنم والا؟ اولا حالا این تعبیرات زیبایی شما به کار می‌برید، خدا فکر کرد، خدا فکر نکرد. حالا در تئولوژی، در خداشناسی، خب ما نمی‌دونیم، خدا واقعا متفکر نیست، خداوند عاقل نیست، یعنی فکر مال رفتن از یک مجهولی به یک معلومی است. خب علل قاعده و بنابر شناختی که ما از خدا داریم، خداوند مجهولی نداره که بگیم میشینه فکر میکنه تا مجهولاتش رو حل کنه و روشن کنه. ولی حالا هر چی، من بر لفظ مناقشه نیست. ببینید حالا به قول شما خدا اینجوری فکر کرد، یعنی جهان رو دید، آینده جهان رو هم میدید و احساس میکرد که با پیامبران گذشته خودش دست مردم رو گرفته، تقریبا از طفولیت، از بچگی نجات داده و دیگه به یه جایی رسوندشون که میتونن سر پای خودشون وایسن، هم تعقل کنن، هم آزمایش کنن، هم مواریث خودشون رو نگه دارن، هم روی پیامبران گذشته و مواریث اونها تعقل کنن. این یکی و این واقعا درستن هست، یعنی تقریبا بشریت وقتی که حالا ما تاریخ رو میخونیم در آستانه دوران جدید قرار گرفت. ببینید از انجیل حضرت عیسی اگر انجیلی داشته 5000 نسخه موند که 5000 نسخه که با هم اختلافات زیادی دارن، ولی قرآن خوشبختانه باقی موند. یعنی این مهمه که یک چنین اتفاق مهم تاریخی افتاد و چیزهای دیگه. یکی خدا اینو دیده بود، یکی هم این که باز به قول شما نشست فکر کرد، دید هرچی پیغمبر فرستاده اختلاف ها بیشتر شده، هی جنگ ها، گفت دیگه بس دیگه، اگر این بشر عاقله، اگه دین لازم داره، همین مقداری که اومدن
کارشو میسازه. بلا من یه دین دیگه بفرستم دوباره یه اختلاف تازه در بشریت و همینطور الا غیر نهایه. یه جایی بعد این ختم میشد و اونجا ختم شد دیگه. بله. این به عنوان یه روایت مطرح کردیم یا حالا هست تو روایت؟ یه روایتی واقعا هست. نه روایت دیگه مثل همه روایت ها اونو شما نمیدونم. مثل یک روایتی است که ابن خلدون به او اتکا کرده، یه روایتی است که هم شیعیان هم سنی ها نقل کردن. روایتی است، روایت معتبری هم هست به لحاظ اعتبار اگر بخواید. اما مثل بقیه روایت های دیگه شاید هم اینم یه چیز کیلویی باشه، من چه میدونم. آقا ببینید، یعنی شما مثلا برای بعد از زمان پیامبر اگه بگیم کشورگشایی شد و برای تسلیم بکنن و به خصوص از زمان خلیفه دوم اینا، خب اینا یه چیزی که بوده، تاریخی بوده و خب اینا هم تسلیم تا این کار کردن. اما اینکه آیا خود پیامبر نظرشون این بوده که در واقع کشورگشایی بشه، یه قسمتی هم گفتین که اون زمان مرگشون گفتن که ولی اون چیزی که من میفهمیدم این بودش که پیامبر خب اومدن که این پیام ایمان رو بیارن و خب اینا به تبعش همه چیزش اینا اومده، یعنی خب بالاخره فتح مکه انجام شد، خیلی به پیامبر گرویدن، ولی که خود پیامبر نظرشون این بوده که یعنی بخوان حتی همون جزیره العرب رو هم بخوان تحت سیطره اسلام در بیارن، یعنی فقط اینکه تسلیم بشن. یه چیزی بودش که نمیدونم از کجای قرآن میشه اینو گفت، مثلا ما داریم تو قرآن که بریم باشون بجنگیم تا موقعی که اینا دیگه با دین تو کار نداشته باشن، بعد از اون دیگه باشون کنار بیان. یعنی نگفتش که نه تا وقتی که اینا هنوز مشتک هستن شما باشون هم ادامه بدین و بیرونشون کنین و بجنگین. از قرآن میخوام ببینم چه جوری این در میاد. خب ببینید، خود قرآن هم که خب خیلی ها گفتن یه کتاب جنگیه که تا حدودی هم هست، یعنی به هر حال به مسلمان ها نمیگه جنگ نکنید. البته یه مواردی پیشنهاد میکنه، میگه این جنه حول سلم فجنه لها پیامبر، اگه اونا میخوان صلح کنن تو هم صلح کن، چیز نکن. ولی هیچ وقت اقتدار رو سرزنش نکرده و نکوهش نکرده هیچ کدوم. نهادسازی های پیامبر نشون میده که دنبال پدید آوردن یک مجموعه مقتدر بوده شد. خود این که حالا این رو به ظاهر بگه، ولی خب معنیش این بود دیگه، بیاین حج، بیاین نماز جمعه بخونید، بیاین چنین کنین، زکات بدید و غیره. و همینا اتفاقا پایه های اقتدار خلافت های بعدی شد. درست همین چیزها رو، یعنی امیرالحج انتخاب میکردن که امیرالحج جزء وظایف خلیفه بود، جزء وظایف حکومت بود. امام جمعه ها رو اونا نصب میکردن، درست اینا شد جزء ارکان حکومت در حکومت های بعدی، نزد امویان، نزد خلفا. اتفاقا شیعیان که نماز جمعه رو تحریم کردن در اون اوقات، دقیقا به این دلیل بود که میگفتن اینها یک مناسب سیاسیه و ما چون با سیاست اینا همراهی نداریم به نماز جمعهشون نمیریم. توجه کردید؟ یعنی اونا هم از منطق اقتدار پیروی میکردن، ما با اون خلیفهی که قبولش نداریم نمیخوایم قدرت ببخشیم. امام جمعه رو که اون نصب کرده ما پشتش نمیخوایم نماز بخونیم. دقیقا منطقشون این بود، خیلی هم روشن بود این منطق. حالا یه چیزای دیگه هم گفتن که جالب نبود، ولی اینا بد نبود، یعنی میک سنس، آدم میفهمه که چرا این حرف رو زدن و چرا این کار رو کردن. منظورم اینه که در رفتار پیامبر شما اینو میبینید، بعضش تو قرآن منعکسه بعضش نیست. آره در قرآن این که مکه باید پاک بشه از مشرکین، خب ما تو قرآن نداریم این رو، همچی چیزی نیست. ولی علی ظاهر جزء فکتای تاریخیه، یعنی اینطوری که نقل کردن پیامبر جدا خواستار این مطلب بود که در مدینه العرب، در جزیره العرب مشرک نمانه، یا مسلمون شن یا حتی شده به زبان اظهار اسلام بکنن، یعنی همون تسلیم حکومت بشن، اگه نه تشریف ببرن جای دیگه و الا سرکارشون با تیغه. بله این بود دیگه، نمیشه انکار کرد. بله بله، من خواستم بپرسم آیا چشیده یا کتابی هست که جناب عالی به یک انسان قرن 21 معرفی کنید به جز قرآن؟
مخصوصا فارسی زبان که بتونه به یک مرد در آلترناتیف های غربی هم والتر و هایدگر و اینا و مشرق زمین هم که قبل از احکام ابراهیمی بودا و هزاران میلیون به معرفت رسیدن و حتما برای کسی که میخواد از طریق اسلام به یک شناخت و معرفتی برسد چیزی هست که یعنی یک کتابی که همه این چیزها رو داشته باشه؟ نه، فقط برای شناخت و چون وجهه خوبی الان نیست دیگه. حرفای جنابالی هم برحال عربستان، سلفی ها، برداشت های مختلف و چیزهایی که ما از اسلام میشنویم خیلی وجهه خوبی برای فرد قرن بیست و یکمی ندارد. واسه میبینم آیا سهروردی یا کسی هست که شما نه اونا که مال گذشتگانه، اونا جواب مسائل امروز رو نمیده. اینکه نمیدونم دوستان فرهیخته و فاضله ما اینجا داریم اگر کتابهایی رو میشناسن معرفی کنن. من مدتی است از ایران و فرهنگ فارسی دورم حقیقتش که به فارسی چه چیزی نوشته میشه. البته تقریبا نومیدم هستم، یعنی تقریبا میتونم بگم که بعید میدونم چیز خوبی در اومده باشه که یعنی قابل توصیه باشه، یعنی موافق با این خواستی باشه که شما دارید مطرح میکنید. به هر حال حوزه های علمیه ما به هر حال مکلفن که این کارو بکنن دیگه، انتظار از اونها میره. ولی جایی که حقیقتا این کار رو نمیکنن درست همون جاهاست. آدم چی بگه؟ یعنی اینم اسباب شرمندگی. بله، ولی با همه احوال من اگر جستجو میکنم چیزی یافتم میشه اینجا معرفی میکنم در ضمن سخنانم میشه. بفرمایید سوال شما آخرین باشه دیگه. کی؟ شما؟ آره ان شاء الله. بله سوال ایشون رو. مرسی، متشکرم. بله. وای دکتر شما کردین من این نامونیالیت پترنی نامونیالیت لا عبود لذی پترنی ولیه بله. این چیزی که پس مثلا که بعد هم با این صحبت هایی که شما کردین همون فطرت نور شما چیزی که اونا همه مسائل ایمانیه، اونا مال دین دستگاهمند نیست. ببینید این رو من خواهش میکنم تفکیک کنید. بله، پس این مسئولیت گریزی و یا به اصطلاح پیرو بودن و این رو از مسئولیت گریزی به هر حال دستگاهمند هم باید هارمونی داشته باشه با دستگاه ها از این میتونن استفاده کنن. ملایم باشه با طبع بشری. یعنی هرچقدر هم ما مسئله ایمان رو از یعنی تصمیم بودن نفسی رو نفس رو یعنی ایمان غربی رو از مسئله قدرت بخوایم جدا کنیم، به هر حال باز این مسئولیت گریزی هم به نوعی برمیگرده با فطرت و طبع بشری. من این برام میخواستم نمیدونم جا نمیاد، یعنی اینی که با توجه به این صد درصد فرمایش شما رو قبول دارم که به هر حال ما رو آمدتریم که آزادیمونو بگیم. مثل همینی که من اگر بخوام کاری انجام بدم راحت‌ترم کار رو بدم، ببخشید خیلی فارسی سره بگم، من راحت‌ترم کار خیلی رو پول بدم یکی برام بکنه تا خودم برام بکنه. یعنی به هر حال یه خیلی رو باز بخرم. من یه سوال اینطوری دارم که این مسئله فطرت با این مسئله شما این تمایل رو دارید؟ بله من متوجهم، اما یک کسی نه اجازه بده سراغ مسئله دیگه نرید، ولی یک کسی وقتی که میبینه که شما این تمایل رو دارید بعد میتونه بیاد بگه که خیلی خوب اینو بیاد به من بدید. یک کسی دیگه هم کنار او اینا یه دستگاه درست کنن بگن ما یه چریتی پدید آوردی شما بیاد طولاتون ما بدید، با این چریتی یه قدرت ایجاد میشود. درسته که از اون تمایل به قول شما فطری اولیه شما این برآمده، بعد میشه چی؟ میشه کلیسا میگه مگه شما نمیخواد جهنم نرید، بیاید یه پول به ما بدید ما به شما مغفرت میفروشید. همین کاری که کلیسا کرد دیگه، اقتدارش هم بله، ولی مردمی که دوست دارن جهنم نرن با آتش نسوزن
آره این میل قلبی هر کسی است که ما خدا نکرده اگه جهنمی باشه ما به جهنمی که میگن پاپ فرمودن که جهنمی نیست، اما اگر جهنمی باشه ما نمیخوایم جهنم بریم. حالا یه قومی آمدن از همین میل من استفاده میکنه، میگه نمیخوای جهنم بری، ما نماینده خدای بیا یه چیزی به ما بده، منم یه برگه مغفرت نامه به شما میدم، شما امان از عذاب الهی پیدا میکنید. همین میشه دیگه، اینجوری ساخته میشه. من اینو دارم عرض میکنم. ولی از طرف دیگه میگه فجعلنا منهم ائمه یهدون به امرنا لما صبروا و کانوا به آیاتنا یوقنون. یهدون به امرنا، اینا به هر حال هدایت میکنن به امرون. نه اون آیه مربوطه به این، اون هم پیامبران رو میگه، پیامبرانی که مردم رو هدایت میکنه، اون کاری به این نداره، و همون ایمانه، همون پیامی است که برای مردم میارن. در هر حال اینا ایمان هدایت به هدایت راهنمایی ایمان میکنن دیگه. بله بله دیگه راهنمایی میکنن دیگه، اون آیه همین رو میگه، ما غیر از این چیزی نمیگه. پس آیا این دنبال قدرت رفتن هم اگر اگر دو... نه نه پیامبران هر کاری میکنن به امر خداونده بس. اگر ایجاد قدرت میکنن، من اینجا حرفم این نبود، ببینید شما باز این مقام ها رو با هم در نیامیزید. صحبت من این نبود که پیامبران نیت این رو دارن یا ندارن، صحبت من بود دستگاهی که به وجود میارن که چنین دستگاهیست. ایمان از ایمان آغاز میکنن، از اعتقاد، از اطاعت، از ترس، از زکات، از همین امورات مالی، از نهادسازی، اما اینا بدل به یه قدرت بزرگ میشه. همیشه هم در کنار اینا وقتی کسایی هستن که بیان و این قدرت رو به دست بگیرن. یادتونی دیگه دفعه قبل من واقعا خوب شد یادم اومد، من چند بار یاد نام تولستوی رو بردم، اشتباه کردم، کتاب برادر کارامازوف مال داستایفسکی گفتم، داستایفسکی یکی دو جان تولستوی گفتم، به هر حال قصه داستایفسکی و مفتش اعظم رو گفتم دیگه، که جناب عیسی بنابر قصه او ظهور کرد ناگهان در قرن 16 بدون این که بگه من عیسیم، اما مردم از رفتارش فهمیدن او، حتی رفتن ازش انتظار زنده کردن مرده داشتن، کاردینال شهر فهمید و ایشون رو دستگیر کرد و برد در زندان. و مهم همین بود دیگه، شب آن تنها رفت در زندان پیش او، گفت فلانی برای چی اومدی؟ تو کاری که میخواستی کردی، ما به بهترین وجه در این دستگاه اداره میکنیم، ما مطیعان تو، مریدان تو رو گرد آوردیم، ما زکات از اینا میگیریم، ما پول میگیریم، ما توسعه میدیم، ما مغفرت میفروشیم، ما تو اومدی که دیگه چی کار بکنیم؟ تو با حرفات این بنا رو پدید آوردی، حالا بیای شکاف بیاندازی تو این بنا، دیگه قابل تحمل نیست. رفت و لای در زندون رو باز گذاشت، یعنی تشریف ببرید دیگه، به وجود شما احتیاج، شما از اون دور باید اینجا سایت بیفته رو این دستگاه ما، اما بخوای بیای جای ما بشینی، نه دیگه به تو این اجازه رو نمیدیم. اینکه عیسی میخواست یک چنین کلیسایی با چنین درست کنه یا نه بنده نمیدونم، به قول ایشون من تو ذهن عیسی هم نبودم، اما شد دیگه. چرا؟ اصلا خود همین که عیسی بردار رفت، یکی از معجزات تاریخ که از بردار، حالا به فرض که ایشون بردار رفت، حالا مسلمین که میگن نه، قرآن که ظاهرا میگه نه، بحثش رو ایشالا تو انجیل و قرآن خواهم کرد، ولی همین که یه نفر رو دار زدن، خب اصلا یه دین از روی این ساخته شد. یعنی عیسی اگر به دار نمیرفت مسیحیتی وجود نداشت، نداشت. شما ببینید با این چه کردن، با خون عیسی و بعد قصه عیسی و اینکه پسر خدا بوده، خود خدا بوده، آیا مولود خداست، آیا مخلوق خداست، گناهان ما، اوریجینال سینی که ما آدم ما رو، ببینید چه چیزهایی را کنار هم گذاشتن و واقعا کلیسای ساختن. یک کلامی داره شما انکار میکردی سرکارت با سوزوندن تو آتش بود. همین حرفی که جان لاک زد، وقتمون نیست اینجا، میگفت همه گناهان رو اینا تحمل میکنن، یک کلمه شما اینجوری عوضه بگی شما رو میکشن. و حالا اون میخواد نتیجه بگیری که این غیر اخلاقیه. من از اون دیدگاه این رو نمیگم، من حرفم اینه که اقتدار همینجوری ها حفظ میشه. شما اگر بخواد اجازه بدید که یه پایه رو امروز این یکی بکشه، اون پایه دوم اون بکشه، بعد یا بعد از خواب بیدار میشید میبینید که نه به اصطلاح خانه ای مانده، نه سقفی، نه آشیانه. باری دنباله ها داره این حرفا، ان شاء الله به تدریج همین مطالب روشن تر خواهد شد. و السلام علیکم.